بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز چهارشنبه دوم ماه سپتامبر 2015 میلادی و برابر با 11 شهریور ماه 1394 شهریور داغ، خبرها داغ. همین چند دقیقه پیش با خبر شدم که 34مین نماینده مجلس هم از توافق آقای اوباما، مهمان ما یه لبخندی میزنن، خوشحالم به نظر میرسه، از توافق ایران و 5+1 قول داده که حمایت میکنه. به این ترتیب دیگه امیدی برای آقای نتانیاهو و دیگر جنگجویان، اینها جنگجو نیستن حقیقتا، اینها جنگ برپا کن هستن و جوانها رو به کشتن دادن. جنگجو کسی که خودش به جنگ میره. خب امروز همه خبرها خوبه. خبر خوب دیگه ای که براتون دارم، اگه یادتون باشه اون روز من یه نامه ای رو خوندم، به دلیل اینکه با کامپیوتر فرستاده شده بود و فارسی نوشته شده بود، من پوزش خواستم از نویسنده اون نامه و گفتم که اگر بشه از خودشون دعوت کنیم، خودشون با ما باشن. ایشون هم با بزرگواری قبول کردن، معلم هستن دیگه، وقتی بهشون میگیم بیان یاد ما بدین قبول میکنن. بله، این لبخند صمیمی و دوستانه ای رو که شما میبینید متعلق به هیچ کس نیست جز آقای دکتر کاظم افشارها. ایشون سالهای سال، وقتی من بیوگرافیشون رو میخوندم، سال 1990 که آکادمی کاوه رو درست کردن و شروع کردن، اون موقع 39 سال بوده که در کارهای آموزشی بودن و بعد هم باز اون رو توسعه دادن. حالا من ساکت میشم، ضمن سلام و خوش آمد به ایشون، از ایشون میخوام که چند دقیقه در معرفی خودشون به شما دوستان که احتمالا ایشون رو تا حالا ندیدید به اصطلاح من رو یاری کند. ضمن این که دو هفته قبل بود ویدیوی ایشون رو با آقای سعید سلطانپور که سالها پیش ضبط شده بود چند روز ما نشون دادیم و احتمال 90% بیشتر شماها ایشون رو میشناسید، چون یکی از فعالین هستن در کارهای آموزشی. آقای افشارها، من به شما خوش آمد میگم، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید که آقای کاظم بن افشارها کی هستن؟ این فلسفه روزی یک ساعت بخندیم و اینها رو هم بعد در موردش صحبت میکنیم. بفرمایید. با عرض سلام. ببخشید، ما با این اشکال صبح تا حالا سرکله زدیم که صدای ایشون تا صحبت میکنن قطع میشه. من حالا باز ساکت میشم ببینم میشه که. بفرمایید آقای افشارها. باز همون اشکال برگشت. نه متاسفانه نمیشه. بذارید که ما از طریق الان صدا میاد، یه لحظه میاد یه لحظه قطع میشه. بذارید از طریق لابد تلفن رو میگیرن و چون اینا همه سیستم ها به هم وصله، شاید وقتی خط داره. آها، چون شما اونجا از دفترتون صحبت میکنید و چندین تلفن هست، ممکن این اشکال باشه. نه باشه. خب در حال بعد از ادای سلام خدمت شما، اولا کرامت فرمودید و بنده رو به عنوان معلم، من همیشه یه زندگی قربان بدون تعارف و تواضع محصل خیلی خوبتری بودن تا معلم. الو گاهی شما یک بلی بگید آقای. بله بله، میشنوم. صدای منو برقرار صدا قربان؟ بله 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 بله، هست هست، میشنوم. عرضم به حضورتون که در کلیات اگر من بخوام خودم رو معرفی بکنم، به عنوان معلم در سال 41 در مشهد مقدس ما به کار معلمی وارد شدیم، چون از 42 تربیت معلم بودیم و از 42 کار به اصطلاح همکاری با دانش آموزان رو، اگر قابل باشیم، کار معلمی رو از اونجاها شروع کردیم. آخرین پست بنده هم به عنوان معاون اجرایی کمیسیون ملی یونسکو در تهران بود که در اونجا به هر حال با آیانی مشابه، عرضم به حضورتون، آیان دکتر شریعت مداری، مرحوم علامه جعفری، جناب عرض کنم که
دکتر فاضل، دکتر نجفی، آقای سرو، دکتر سروش، دکتر حداد، مرحوم دکتر رزمجو و اینها به هر حال در رابطه با کاری که داشتم مختصرا محشور بودیم و از محافلشون حسن استفاده رو می بردیم. بیشتر از این هم در اینی که ما چه می کنیم و چطور می کنیم، به لحاظ اینی که در مجموع من بحث مفصلی دارم درباره عرض کنم درجه بندی کردن سواد به وسیله استعمارگران پول پرست از 2300 سال قبل، فقط عرض میکنم که دانش آموز خیلی خوبی هستم، کتاب خوندن بسیار زیادی کردیم، در رشته ارزم به حضورتون که ریاضیات و فلسفه هم قدری بیشتر تحقیق کردیم، در جایی که به هر حال خیلی ها رو و خیلی از عناوین رو دیگه حالا عنوان دکترا میدن ما به هیچی استناد نمی کنیم. به استناد مرد آن است که گیردن در گوش کرد نوشته تن بر دیوار، یا به نگارنده سخن من نگر تو سخن را نگر که حالش چیست. ما اصلا کاری به مدرک و این صحبت ها نداریم، ولی ظاهرا البته مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و دکترا اینها رو گذروندیم که اصلا مورد نظر من نیست. آقای سربی همینجا به نظر جناب عالی و بینندگان عزیز برسونن که من با آقای دکتر نصر احمدی عزیز که بسیار هم صمیمیت احساس میکنیم و داریم، همیشه میگم با تمام علاقه که دارم در یه مورد با شما شدیداً مخالفم و اون این هستش که من مطلقاً به مدرک و مدرک گیری و مدرک دهی با دلائل متقنه، یعنی خیلی اینو بعداً در یک جلساتی صحبت خواهیم کرد، ثابت میکنن که اینها ریشه های ارزم به حضور تو نفت پرستی و پول پرستی و درآمدی داشته، اگر نه مخلص عرض کنم که محافل علمی و دانشگاهی هم بود و هست و خواهیم بود به نظامیه بغداد در هزار سال قبل که شاگردان و فارغ التحصیلانی همچون سعدی علیه الرحمه عرض کنم که کسر الله اسمه از ایشون داشتیم، ما عرض کنم نظامیه بغداد بود، دانشگاه جندی شاپور بود، این یک به اصطلاح تحفه‌ای نبود که اروپا و امریکا و غرب بخواد برای ما بیاره. اینی که من به مدارک حالا بعداً صحبت خواهم کرد، کلیاتی از خودم که خواستم بگم تا همین حد تصور میکنم وافی به مقصود باش. از سال ارزم به حضورتون 89-90 هم که در اونتاریو هستیم، در کانادا اومدیم، تشکیلات فرهنگی رو داریم و به معنای اهم کلمه خوندن و نوشتن و گفتن و درس دادن و همه این مسائلی که در یک مجموعه فریم آموزشی واقع میشود. اینم که فرمودین احتمالا نشناسن، خیلی از دانش آموزان من در امریکا الان ماشاءالله صاحب منصب هستن، دانش آموزان تهران. زمانی که من در سال هجری 61 به نظر آره 60-61 اینها در دبیرستان شهدای تهران بنده به عنوان دبیر ریاضی کلاس دوازده جبر آنالیز درس میدادم، یادم هست نزدیک آخر سال میدیدیم کلاس نصفه شد، از بچه های دیگه میپرسیم کجا رو، گفتن آقا اینا همشون رفتن امریکا. اتفاقا اینجا هم بعضی از اونها اومدن، امیدوار هستیم که اون دوستان هم الان بیننده برنامه جالب شما باشن. و اما درباره اون نامه سرگشاده که حضرت عالی اشاره فرمودید، از اینکه یک اشاره مختصری کردید در سری قبلی در روز جمعه بود به نظرم، خب ممنون هستم من دیدم اون رو، لکن حضرت عالی پاسخی داده بودین که در اینجاها کسی سوال و جوابی برای این مطالب نمی کند. سربی عزیز فرضتون برسونم وقتی ما به هم میرسیم میگیم چطوری چه کار میکنی، خود این یعنی کار چیه، چه کار داری میکنی؟ اگر من اونجا از طرف به اصطلاح غایباً از طرف دخترای ایشون گفتم، خب هر کسی به هر حال باید کاری داشته باشه، اینطور نیستش که بگیم میگن آقا پسر مثلا خانم الیزابت چه میکنن، میگن پسر مثلا کوچکشون نواسهشون عرض کنم که سطفان هستش اونی که همه دارن یک کاری میکنه، یک تایتل شغلی، یک مثلی هم بعضی هم میگن آقا ما پول مثلا در بانک گذاشیم از اینترست اون زندگی میکنیم، خب اهلا و سهلا هیچ مسئله نیستش، مطلب اینه که کار شخص باید مشخص باشه. در این رابطه دومین نامه سرگشاده با آقای رضا پهلوی رو، چون قبلا هم من برای این افتتاح تلویزیون افقش یک مسئله نوشته بودم، به ایشون هم انحصاراً به عنوان امر به معروف، حالا بعضی ها اساسیت دارن نسبت به مفاهیم به اصطلاح عربی و مذهبی، بگم به این که دوست میگه میگم
دشمن میگه خواهم بود. یا المؤمن مرآت المؤمن، انسان بایستی بهران اگر عیبی حسنی چیزی در افراد میبینه بگه من هم در همون راستا نامه ای نوشتم به نام نامه سرگشاد بایرضا پهلوی المنتظر السلطن ابن سلطان ابن سلطان. تمام اینها عین واقعیت عرضم به حضورتون که عناوین ایشون هستش، ابن سلطان ابن سلطانش که حتمی است، برای که به هر حال ما در این تردیدی نداریم که ایشون شاهزاده هستن. اون المنتظر السلطنه هم اعتقاد شخصی بنده است که البته اگر وقت لازم باشه میتونم با ادله ثابت بکنم که چرا و چگونه است که ایشون منتظر هستن. بنده به عنوان پدر یک دختر و پسر این نامه را از سر نصیحت و هدایت با آقای رضا پهلوی که پدر سه فرزند دختر گل و نازنین خدا ببخشد است می نویسم. آقا رضا شما نیز از قرار معلوم همانند پدر و پدر بزرگتان قصد ندارید که تا ساغرت پر است بنوشی و نوش کنی و علاج وقایع را قبل از وقوع بفرمایی. به زور مادر و چاخانه های دور برتان اگر چه جرأت نمی کنید خود را مدعی سلطنت بنامید، در حالی که از رنگ و رویتان پیداست که ذاتن و قلبن هم مدعی هستید و هم بسیار آرزومند و امیدوار، لکن خیشتن را منجی فعال هدایت کننده و در یک کلام رهبر و رئیس به حقی برای به خیال خود نجات ایران میدانید و میشناسید. حالان که بدون تعارف نه استعدادتان قد میدهد نه تحصیلاتتان مناسبت نشان میدهد، از همه مهمتر زاده ای هستید که ابدا پدرانتان سواد سیاسی نداشتند که به طور موروثی حداقلی از سیاست را به شما ارثاً منتقل کرده باشند. در این حال اگر فردای روزگار که به سلامتی دخترهای شما بخواهند ازدواج بکنند و همسرانشان از آنها طبیعی سوال نمایند پدرت چه می کند، آن طفلان معصوم چه جوابی دارند؟ بدهند بگویند منتظر سلطان یا رئیس جمهور شدن است، یا پدرم پدرش شاه بودم و مادرش شهبانو، یا بگویند مثلا ایشان کاری ندارند و بیکاره اند. آقای پهلوی مگر در امریکا کار کم است که شما در هوای گوشت کفتر یا لالی میخوانید و بیکاره میگردید؟ برادر جان عمری از شما گذشته است، جوان 20 ساله که نیستید. آخر یک کاری باری انباری فراهم کنید و اعلام عام و خاص سرمایید، هم سرتان بند می شود و هم مردم بدانند که شما کار می کنید و خرج و زن و بچه را می دهید. آخر تا کی؟ تا چند؟ همینطور راست راست بخورید و راه بروید و مسافرت کنید. با این مخارج سنگین و بیکاری خودتان هم انتظار داشته باشید که مردم سوال نکنند ایشان از کجا می آورند و خرج می نمایند. اگر همت کنید و کاری درست دست و پا نمایید، آنگاه هم شائبه پولهای حرام و بادآورده پدری و مادری را از اذهان عمومی دور میکنید و هم بچه هایتان میتوانند به سادگی جواب همسران احتمالیشان را بدهند که مثلا پدرمان حسابدار، مجری تلویزیون، هنرمند، خواننده، راننده، تاجر یا غیر ذالک است و صد البته یک فعال سیاسی. آن وقت می شود عالی، بلکه عالی اندر عالی. در همین حال نظر حضرتت را به مطالعه دقیق نوشته زیر هم جلب می کنم، خالی از فایده نیست. دفن میت واجب است. مسافری در شهر بلخ جماعتی را دید که مردی را در تابوت انداخته و الله اکبر گویان برای زنده به گور کردنش به سوی گورستان می برند. مرد بیچاره با داد و فغان و صدای بلند از درون تابوت فریاد برمی آورد که ایها الناس من زنده ام، من زنده ام، چگونه می خواهید مرا به خاک بسپارید؟ در این هنگام چند نفری عجیب که به که پشت سر تابوت می دویدند رو به جماعت کرده و جار می زدند که این کافر ملعون دروغ می گوید، او مرده است. مسافر حیرت زده و حکایت را میپرسد، میگویند این مرد کافری ثروتمند و بیوارث چندی پیش که به سفر رفته بود 4 مرد عادل مؤمن مسلمان
در محضر قاضی شرع بلخ قرار مسموع شهادت دادند که او مرده و قاضی شرع نیز به مرگ او استناد داده است. پس از صدور حکم قاضی شهر، یکی از روحانیون مقدس و معروف آن شهر زنش را مصادره و والی بلخ انبارش را تصاحب کردند. اکنون بعد از مرگ رجعت کرده و ادعای حیات میکند. حالان که بر طبق شرع انبار ادعای مرگی نامسلمان در برابر گواهی چهار مرد عادل و مؤمن و مسلمان مسموع و مقبول نمیافتد. این است که به حکم قاضی شهر به قبرستانش میبریم، چرا که دفن میت واجب است و معطل نهادن جنازه شرعاً جایز نمی باشد. این داستان ما گفتیم، بیان کردیم از یک نصفی که اینشو بگیم. ای فرزند، از چند نقطه جماعت بپرهیز که اگر دوستت باشند مالت خورند و اگر دشمنت گردند خونت خورند. میفهمید؟ جناب آقای سوربی، اگر من این مسئله رو گفتم در حاشیه این خیلی صحبت ها میشه کرد. ببینید تمام مردم اینجا دارن الان کار میکنن، واقعا هرچی هم که کار میکنن باید در آخر کار میبینید اینا کم میارن، مشکلاتی دارن. منهای یک عده‌ای که به هر حال خیلی علن و راحت و یا حرفا پولهای را آوردند و استفاده میکنن، ولی ایشون یک جبهه، یک وجهه اجتماعی، یک به اصطلاح فعال میدونه خودش رو، باید کامپلیتلی کاملا روشن باشه. من یک عرضم به حضورتون که حقیر فقیری کمتر از قطمیر آمدم اینجا صحبت کنم، جلوتر به من میگن آقا تو چکار میکنی؟ تو کی هستی؟ ایشون پابلیک ویوره، ایشون یک چهره عمومی سیاسی شناخته شده. خب بابا بگه من چکار میکنم آخر؟ ما بفهمیم که ایشون به عنوان یک شخصی که به هر حال اینو شاهزاده میدونی، اگر کاری ندارن ما کار پیشنهاد داریم برای ایشون بکنیم. آقا این همه ماشاءالله شاه اللهی و اینقدر طرفدار شاه، همه هم ماشاءالله سوپر بریارده، یکی 550,000 دلار نمیدونم بهش میده، یکی ال، یکی چل، به هر حال داره اینا امکانات. همون افراد بیان یک 100 هکتار زمین توی امریکایی که به این بزرگیست بگیرن، آقا اینو به مارکت ایران هم طراحیش کنن، آرکیتکت هم که بسیار زیاده، تختی درست کنن، تاجی درست کنن، هر روز ایشون صبح بیان ساعت 10 مثلا تا ساعت 12:00 بار آن بدن بشینن و تاجر بدارن، اون به اصطلاح مریدان و مرده هم دور اینجا طواف بکنند و عرض کنم که خدمت بکنند و تعارف بکنند و به هر حال بشود این یک کار خیلی قشنگ. به هر حال آدم میتونه به ایشون ماکت شاهه مثلا، خب داره شاهی میکنه در این سرزمین برای این عده افراد، چه ایرادی داره؟ بچه تر بودم حدود کلاس ارزم به حضورتون که سوم چهارم ابتدایی، خدا رحمت کنه رفتگان همه رو، مرحوم پدر ما یک کتابی گرفته بود با اینکه اینا تجار بازار بودن، دوران تبعیدی مرحوم رضا شاه رو در اونجا تمام عکساشو نشان داد و شرحی نوشته. من یادم در اون موقع خونده بودم در اون کتاب که اسمش یادم شده، ولی حالا اگر انشالله فرصتی باشه بتونی، اگر بتونی پیدا بکنیم، خیلی نفیس و عالی بود اون کتاب. نوشته بود هر روز رضا شاه در زمان تبعیدیش میرفته جلوی آینه رد، در همون موریس بوده نمیدونم در کجا، در آخرین جایی که بودنشون، یک ساعتی شنلشو مینداخته و جلو آینه یک سلام نظامی به خودشون میدادن و میگفتن شاهنشاهی قدر قدرت قوی شوکت در زکی. اینه در اونجا نوشته بود. خب یعنی همون یک ساعت رو این مرد فعالی که از نوکری عرض کنم خان فرمان فرما کارشو شروع کرد تا پادشاهی اون مملکت هم رسید، اون موقع هم حتی برای خودش برای سربندی یک کاری درست کرده بود، برای اون کتاب نوشته بود که وقتی هم مثلا اگر یکی از اعضای خانواده میگفتن میخواستن صحبت کنن، گفتن آقا مشغولن، آقا کار داره. بنده منظورم در این هستش که خیلی به جاست که ایشون یک کاری رو مشخص بکنن تا بعد انسان مطمئنی ایشون حتما دفتری دارن، ولی خب از همون محدوده تشریفات کاری خودشون عدول نمی کنن. کاری باشه که به هر حال افراد دسترسی بیشتر داشته باشن، بدونن ایشون چه می کنن. کسی که ادعا و مدعایی دارد، حالا حسب ظاهر، اگرچه ما از
افراد خصوصی هم شنیدیم که ایشون بنده خدا خودش میگه ما ادعا مدعایی نداریم، ولی در مجموع خب چون خودشون به یک آلترناتیوی بخواهند یا نخواهند میشناسند، به هر حال ما این پیشنهاد رو دادیم که خیلی دو جانبه داشته باشه، هم این که خود ایشون به هر حال بیشتر مشغول واقعیات باشن، هم که کسانی که دسترسی بخوام ایشان داشته باشن ساده تر و عادی تر باشه. این بود که من برای ایشان این نامه را نوشتم و لازم میدونم آقای سروی بردیتون برسونم، همونطور که در برنامه های خود شما از آقای مسعود انصاری شنیدیم، ایشون برحال یک زمانی گویا اقامه صلات میکرده، نماز هم میخونده، خب خدا انشالله رحمت بکند و عمر بدهد به کسانی که این کار رو بهش یاد داده بودن، حالا اگر مادر بزرگشون بوده، اگر خود شاه بوده، من تصور نمی کنم مامانش بوده باشه، ولی خب اگر هم بوده است به هر حال به عنوان یک فرد معتقد سپاس میکنیم که لااقل این جوان رو به اون کار به هر حال تشویقش میکردن، انشالله که الان هم باشه. و آقای رضا پهلوی هم اگر به نحوی از انها به هی نحوه کان ایشون شنیدن این مسئله رو، مطمئن باشن بنده فقط از سر اخلاص به اصطلاح اخلاقی و دینی این مسئله رو بهشون عرض کردن و هیچ گونه عرض میکنم که حمله دیگری نفرمایند که غیبت تلقی خواهد شد. این نامه رو که شما فرمودید آقای سربی من قرائت کردم براتون و برای دوستانمون و عرضم به حضورتون که اگر صحبتی، مسئله ای، سوالی باشه من در خدمت شما هستم، هر نوع سوالی که میخواهید بفرمایید در خدمت هستم. بله بسیار ممنونم، اجازه بدید به دوستانی که لطف کردن برای برنامه شما ایمیل فرستادن تشکر کنم. یکی از دوستان که آقای علی شیرازی هست و ایشون خیلی همیشه لطف دارن برنامه ما، نوشتن که گویا خانم آقای رضا پهلوی یعنی همسر آقای رضا پهلوی وکیل هستند و ایشون کار میکنن و خودش هم از پولهایش بهره میبرد. علی شیرازی. جناب آقای سربی کاملا درسته این مسئله، اما خاطرتون باشه ما اقرار میخواهیم، اگر نه از این حسیات و عملیات هزاران هزار بلکه میلیون هاست. آیا واقعا جناب شیرازی یا بنده یا شما فقط میدونید؟ پر بازه قربان، وقتی نوچه های اونها مثل اون انصاری و این اون ماشالله ماشالله غرق در شکوه و سلطنت و ثروت باشن، اینا نیستن میدونید، ایشان باید اقرار کنه. اقرار از نظر شرعی و حقوقی خیلی پر معناست. یک دفعه بیاد خودشون بگه آقا بنده خانمم خرج منو میده، یا ما پول به اینترست گذاشیم اینجا میگیم آقا سلمنا دمت گرم خیلی این کارا رو میکنن، اما اینی که بگیم یک حضور میگه آره. یه وقتی اردشیر زاهدی به خانم فرای پهلوی گفته بود با اینکه 80 میلیارد تا 60 میلیارد برای شما گذاشته، چرا برای یک تیار اجاره کردن اینقدر اذیت میکنی مریض بنده خدا رو؟ یکی میگه 60 میلیارد، یکی میگه 50 میلیون، یکی میگه 200 میلیون. ایشون باید بگه آقا، اگر نه کاملا جناب شیرازی درست گفتن، بله ظاهرا این مسئله و آقای پهلوی اینو بدونه ها، چون خیلی ها هستن مشابه ایشون. ما یک افرادی رو داریم در اینجا یک کمی داعیه سیاست بازی میکنن توی همین اونتاریو ای حرفا. آقا مردم تشنه شنیدن وقایع و حقایق از دهان مسئولی همون کسانی که واقع شده براشون هستند. اگر اینها وقایع رو بیان نکنند، حق طبیعی مردم، حق جماعت هست که دست به حدس و گمان بزنه. یک واقعی رخ داده بود چند سال قبل، یک جوانی 37 ساله ازم بزرگ ناگهان فوت شد. اتفاقا ایشون ازم به حضورتون که پدرشم تو فعالیت سیاسی و حرفای چهره ایست، از دیدگاه بنده سلمنا اذا جا اجلا لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون، اجل که بیاد یک لحظه پس و پیش نمی کنه. این دست اوکی قبول، اما در اینجا همیشه یک بیانی میکنن آقا، میگن آقا ایشون سکته کرد، این مثلا ضمناً گواهی عرض کنم در این اینقدر در بیمارستان بودن، این طور شد اون طور شد، از این صحبت ها. هیچ بیانیه‌ای در این باره نشد، هیچ.
یکی دو تا روزنامه هم یک خبری فقط که نوشتن بعد دم به تو شد. خب از اینا ما انتظاری نداریم. به قول حضرت سعدی علیه الرحمه عرض کنم که نور الله قبره انشاءالله نور به قبرش بباره، آیه سعدی میفرماد چون سگ درنده گوش یافت نپرسد چین شطور ساله از آخر دجال. یک دو تا استخوان که بندازن اونجا ساکت میشن. حالا یکی استخوانش باید $5,000 باشه، خب تایمز لندن باید مثلا 1,000,000 پوندی باشه، بالاخره ساکت میشن تحت یک شرایطی. اما اینا وقتی که بقایع رو نمیگن، خب مردم حق دارن، یکی میگه آقا آبردوز کردی، که میگه سکته کردی، که میگه خودکشی کرد، همه هم حق دارن، برای که چون حقیقت نشنیدن. دختری که ممکن بوده دو شب قبل با اون توی کاباره شدن کخته میندازد اون تا صبح ساعت 3 رقص میکردن، اون میاد میگه آقا اینا کشک ما به یرفایی که زدن. خب انتظار دارن قبول نکنی جوان برنای عرض کنه و قبیل جسته نازنینی مثلا بخواد اونطوری بشه یه دفعه. اون هم باید حقایق رو گفت، خصوصا زمانی که پا در اقدامات و شرایط به حساب اجتماعی و سیاسی میگذارن. ما انتظار داریم یک دفعه آقای رضا پهلوی خودش بیاد بگه آقا کار من اینه، وچه درآمد من در این مملکت پرخرج با این پرخرجی من و خانوادم اینه. آخه بابا اینقدر مسکوت گذاشتن دیگه صداوار نیست. والله به خدا خود شاه اللهی هم ناراحت هم از جریان. این دلالت عقل منطقه خود روشن باشه. آخه من کیم؟ یه آدم معمولی عرض کردم به شما، کمتر از قطمیر، قطمیر رو پوسته نازک روی قاچهای پیازه، کمتر از اونها میای اول میگن آقا خودتونه معرفی کنین، خودتونه بگین کارتون چیه، یه کمی خصوصی تر بشه میگن خب بابا درآمد دست کجایه. این بابا والله به حضرت عباس 30 سال ما توی مملکت کار کرد، آه در مثال نداریم. قال رسول الله المفلس فی امان الله. چک داریم بیاییم ما حسابه کارت بانکیمونه بهتون بدیم، تشکیلاتمونه بدیم. ما که هیچی نیستیم. شما کاغذ رو به یک شخص نرمال اجتماعی هستی به هر حال سعی میکنی جای ابهام نگید. بعد یک نفر شخصی که مدعی هست و اصولا رهبریت یک حرکتی 4 تا مرید و مرده ای داره، خواهیم باید روشن کنه. آقا تا زمانی که نباشد مردم حق دارن افسانه سازی های حدس و گمان خودشون رو بگویند و بسیار هم به اون عقاید مردم احترام میگذاریم، چون حق طبیعی مردمه. خدا حفظ کنه. حضرت ابوالحسن آقای بنی صدر میگفتش که زمان شاه ما یک دستگاه خبری خیلی خوبی داشتیم. گفتیم چی هستش آقا؟ چی بوده؟ گفت هر چی خبر میداد تو اون رادیو تلویزیون شاه ما چپش میکردیم میشد خبر راست. نباید اینطور باشه آقا. این جواب برادرمون جناب آقای شیرازی که فرمایششون کاملا متینه، همه هم میدونن. او از کجا میگو؟ از تمام کوی یار کوی تو، او این خودش پیداست از روی تو، اون خم زانوی تو، به قول مولانا. این معلومه که این آیون چه میکنن، ولی ما توقع داریم ایشون بیان کنن. آقای رضا پهلوی بگه من چیکار میکنم. همین. بسیار ممنونم. شما با آوردن اسم آقای بنی صدر یکم من رو به شک انداختید که گویا شما کامپیوتر من رو دارید میبینید، چون یکی از دوستان نوشته که سوربی چند ماه پیش رفته بودی فرانسه و با آقای بنی صدر دیداری داشتی. امروز آقای افشارها رو که دیدم فکر کردم آقای بنی صدر رو دعوت کردی. شما شباهت زیادی دارید با آقای بنی صدر. آیا این دوست ما و ما اولین نفرها هستیم که اینو میگیم یا شما لبخند رو شروع کردید؟ بفرمایید. آقای سوربی عزیز، ازم به حضورتون که من زمان 56 هجری رفتم به مأموریت آموزشی در امارات عربی، انقلاب رو در امارات عربی بودم. 59 باید برمیگشتم، 3 ساله شده بود که آقای بختیار 3 سالش کرد مأموریت 4 ساله رو، ولی مرحوم رجایی به من خواهش کردش که آقای شما اضافه تر اونجا باش تا ما سرپرست پیدا کنیم. بالاخره زمانی که برگشتیم، از زمانی که آقای بنی صدر مطرح شد در ایران و اومد روی تلویزیون و برها چهره شد، من در دبی در اون موقع
همین مسئله رو در یک شیمی فروشی با خانم اینا رفته بودیم، ادعی جمع شدن و گفتن بنی صدر شاید این آقای حضرت عالی نفر 2000 باشی. در ونک تهران جلوی ماشین پژو دایی منو که منم اونجا نشسته بودن گرفته بودن، میگفتن بنی صدر بنی صدر. بعد اونجا به اون آقای گفتم بابا تو رو به خدا نگید، برای که ما از اون شانسا نداریم که ما رو بگم بیا جایی مثلا ظاهر بشو ما اینقدرم بگیر، ولی کسی اگر خواست گوله این به این بابا بزنه ما رو میتونه جو اشتباه بگیره. بله کاملا درسته، این مسئله هستش که خیلی ها گفتن خیلی، یعنی بعدش یا این مسئله و برحال هست این قابل قبوله. بله من خوشحال هستم خدا رو 100,000 مرتبه شد که به یک مرد مهذب متدین بسیار دانشمند، بسیار دانشمند آقای بنی صدر از افرادی هستش که واقعا ملت باید بهش به تفکراتش. خانم ها آقایان بینندگان عزیز، جناب سربی خواهش میکنم در قضاوت شخصیت ها به منش های سیاسی هم احترام بگذاریم. سبحان الله که ما در اینجا اگر یک کسی بیاد نیم ساعتم انگلیسی صحبت بکنه ادعایی نداریم، ولی اگر بنده خواستم یک صحبتی بکنم عرض کنم سوره مبارکه بن عصر خوندم، میگن آقا چرا این چهار خط قرآن و کریم رو خوند؟ این درست نیست، این درست نیست قربان. باید وجه به اصطلاح انضباط منطقی بردباری عاقلانه رو ما رعایت کنیم. این مسئله رو شما فرمودین یادم آمد یک زمانی به نظرم آقای سردون برنامه رو شما خودتون در یک تلویزیون اشرا میکردین، یک شخصی بود که ایشون در وزارت خارجه کار میکرده ولی باد وزارت خارجه در دماغش بود و هست و خواهد بود، آقای این چی بود خدایا؟ آقای جلیل، آقای بهار. بله بله یادم هست یک آقای آمد این بنده خدا از اول گفت آقا بنده جانبدار جمهوری اسلامیه که کفر که نیست که آقا، یکی کمونیسته یکی نهیلیسته یکی نمیتونم عرض کنم که انترنسیونالیست هر کسی ایستیه دیگه. خب اینم میگو آقا من اسلامیستم و من طرفدار اونا. من خاطرم هست اونجا این آقا که مدعی بود میخواد با ایشون صحبت بکنه، حالا خدا شاهده اگر من از اینها بپرسم آقا فرق نمیدونم مباحثه با مناظره چی هست، اینا مرافعه منازعه عرض کنم مشاجره هر چی که بر وزن مفاعله هستش همه رو با هم یکی میدونن. این بنده خدا میدونم مناظره کنه. آقا مناظره یعنی این که وقت مساوی بین همه مجیبی باشد سائلی باشد، آخه شرایط داره نظر منطقی. ایشون آقا پرچم این بنده خدا رو برداشت پرت کردشو آقا من اجازه نمیدم به شما، باید حضرت عالی خاطرتون باشه چون اگر اشتباه نکنم برنامه خودتون بود. بله بله من انتظار دارم بلرین باشیم بردبار باشیم نسبت عقاید هم دیگر. در اینی که بنی صدر یک فیلسوفه هیچ بحثی نیست، در اینی که از عرض کنم که خیلی خیلی از فلاسفه مثل ژان پل هم بالاتره هیچ تردیدی ما نداریم، فقط بنده خدا چون شرقی است چون هم قدری داعیه مذهبی داره. بنده بسیار 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 افتخار میکنم که هم شکل ایشون هستم هم ایشون رو بسیار دوست دارم و احترام میگذارم و مرحوم آقای بازرگان این افراد رو حتی خود حضرت عالی. من چند روز قبل آیه سربی حالا چون احساس برحال وظیفه میکنم که چیزی که در دل دارم به عرضتون برسونم، من خاطرم از این آقای برای این سفره انداختن و نمیدونم مذهبی بودن اینا صحبت بودن، میگفتن یک آقای گفتن خود حضرت عالی که درد این نیست آقا، درد مهم این هستش که مهندسین چه دکترهایی اینا. آقا باشد مسئله علم حرفه منهای اعتقادات مذهبی است، میگن کسی که یک امیدی داره این امید نگیرید ازش، آقا شاید کل هستیش این باشه. با اون خرافه به قول شما نعوذن بالله با اون اعتقادات نشن خوشن. یعنی اگر داری یک چیزی از کنم که بلایی پیش میاد یا خدا پناه بر تو خودمون کلی نیرو میده، چرا میخواد این نیرو رو بگیرید ازش؟ من از حضور دوستان صدا میکنم که وقتی میخواند یک مباحثی رو تحلیل کنن نمرهی به شخصیت و گفتار یا تفکرات شخص مخاطبشون بدن مسائل رو کلاس بندی کنن، از نظر اعتقادی، از نظر فلسفه، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی
چه تفکراتی داره و چه صحبته. برحال اشاره فرمود به آقای بنی صدر، بعد این زمینی که کاملا فرمایش حضرت عالی و اون دوستتون عرض کنم درست هستش و منطبق بر واقعیته، ولی برسون برسونم بسیار نمونه داشته و من از این جهت مباهی هستم، مفتخرم، چون که رسول لومبرزو اون به اصطلاح قیافشناس و فیلسوف معروف ایتالیایی که معتقد از افراد از چهار شکل خارج نیستند، من شکل تو فقری قرار میگیره که به حمد الله دوستان مفخمی مشابه آقای بنی صدر هستند. بسیار ممنونم. پس لطف کنید قیافه ما را هم توی اون چهار تا قیافه ها پیدا کنید، به ما بگید که ما چی هستیم. آقای افشارها، من این سوال خودم هست از شما. شما هر وقت من برنامه هاتون رو دیدم یا با خود من تلفنی صحبت میکنید، یک حالت طنز به خصوصی توی صحبتاتون هست و دیروزم به من گفتید که سعی میکنید روزی یک ساعت اوقات خودتون رو با خنده و تفریح و شادی بگذرونی. آیا این همیشگی بوده یا بعدن در اثر یه برنامه به این نتیجه رسیدید که دنیا ارزش نداره و آدم باید خوشحال و خندان باشه؟ یه مقداری در این مورد برای من و بینندگان توضیح بدید که چه باید کرد، چجوری به مطالعه است جناب آقای چیز. بله بله، حضرت مولانا میفرماید هزل من هزل نیست، تعلیم است، بیت من بیت نیست، اقلیم است. عرب می فرماد که الهزل و فل کلام کلمل و فتا، مزاح و شوخی و صحبت در توی کلام مثل نمک توی غذاست. نمک رو فقط کسی دوست نداره که به حال فشار خون داره، اگر نه به حال با نمکی قدیم هم یادتونه که می گفتن فلانی خیلی با نمکه، پس این شک ارزشه. این یک ساعت مینیمم خندیدن هم، چون واقعا گفت خنده بر هر درد بی درمان دواست، که البته در مجالس عزاداری هم عزاداری های مخصوصی ما میگوییم گریه بر هر درد بی درمان دواست. جناب آقای سربی، من خنده رو عرض کردم حضورتون، شاید روزی یک ساعت، نه شاید حتما، یعنی سعی دارم که مینیموم یک ساعت بخندم. اگر مزامین فکاهی برای من به وجود نیامد، بعضی تلویزیون ها هست که بگیرم که از بستی اینها در تضاد گفتگوهای متضاد میکنن، حرفای بی رفت میزنن و افراد میارن که واقعا باعث خنده است، بنده از کلیات عبید زاکانی هم بیشتر اون برنامه میخندم و خندم پر میشه یک ساعته. ولی جلوتر هم بگم، این را هم نگفته نگذارم، اگر یک ساعت طرف به خنده میدانم که فقط هم در همین محدود است، به این عمر نه کلابی دیدیم و نه کاری کردیم و نه شربی کردیم و این حرفا، یک ساعت و نیم هم بکا داریم، گریه میکنیم. یادتون باشه، چون گریه ثابت شده که بسیار 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 میتونه در پاکیزگی روان اثر بگذاره. یادتون باشه. حالا اونش به چه شکلی هست؟ یک شمه مختصری شو من دارم به شما عرض میکنم. وقتی مسافرت میکردم به آسیای جنوب شرق، راه دورانی بودش، من داشتم در توی به اصطلاح همون هواپیما ایستاده برحال اقامه صلات میکردم. یک آقای خارجی هم بود، اون مثلی که آشنایی داشت با این حرکات و این صحبت ها. خدا گواه آقای سربی، زمانی که افراد میومدن که برن به عقب هواپیمای صحبت ها، اینها دستشویی داشتن، کار داشتن، اینها اینا رو راه نمایی میکرد، میزاد اون بر میگفت جنتلمن از برینگ برمیترد. یعنی یک آدم کافر نادان به این مسائل مذهبی و اخلاقی ماها احترام این مسئله رو داشت. نمونه ساده تری براتون بیارم. اینجا در توی تورنتو انشالله تشبیه این خدمتون باشیم، مال خیلی معروفی هستش به نام وان میلز اگر اشتباه نکنم. بله، یک روز ما اینجا همین تو ما مبارک رمضانی بود، ما روز دیم با اینجا ما گیر افتادیم، بعد نماز از وقتش میگذره، جای خیلی دنجی رو گیر آوردیم، مشغول شدیم به انجام فریضه و وقتی که کارمون تمام شد دیدم که یک این چیزا هستن، سکیوریتی که با ماشین دور میزنن، چون مالش خیلی بزرگه. جوان خیلی مؤدبی که همین سر سکیوریتی بود پیاده شد، آمد گفت جنتلمن همه چی اوکیه؟ و گفتم آره. گفت چون من دیدم منشینین تو. گفتم آره، من پای میکنم این صحبت ها. خیلی ممنون از توجه و دقت شما این صحبت ها.
بعد که اومد بره گفتم خب حالا تو از من سوال کردی بزنی چیز من اضافه بهت بگم. میدونی من چیکار کردم؟ من داشتم پری میکردم. میبینی پیشانی من یک کمی هم خاک داره؟ گفت آره دارم میبینم. آره گفتم آره. ما در هر روزی 10 باری 15 باری 17 باری این کار رو میکنیم و فقط در مقابل یک نفر میکنیم، اون هم یک نفر نادیدنی که یکی میگه قادر متعال، یکی میگه از کنند architect of the great universe، یک نفر میگه ارزم به حضورتون که قادر مطلق، یکی میگه خدا، یکی میگه الله، هر کسی یک چیزی میگه. در مقابل یک نفر لاغیر، شما زمانی که به این درجه رسیدید دیگه اوباما و هارپر و رئیس مجلس اینها آقا اصلا صفر مطلق ریاضی، کو کس که اینها چی هستند و کی هستند و کجا هستند، شخصیت اجتماعیشون به روی چشممون. ما التزام به مقررات و کارهای اینا داریم، اعتقاد نداریم مطلقا، نه تنها اعتقاد نداریم بس کاملا ضدیم، اما التزام داریم. این چیزیست که اونا میخوان از ما، معتقد نیستیم ولی التزام داریم، میگن آقا چرا قرمز میگیم تو چشممون. قانونی که میخواهد به وسیله اینها برای ما بعد بشود برای ما قابل اعتقاد نیست ولی قابل التزام است که داریم. حالا چون شما فرمودین خنده داریم هزل داریم، صد البته سعی میکنیم خنده های خودمون رو با دوستان حمیم و کریمی مشابه شما تقسیم بکنیم. این هستش که همیشه لبخند داریم، همیشه خنده داریم، ولی در حالت بکا باید خودمون باشیم و کسی که ناظر ما هست. این هم پاسخ این فرمایشی که فرمودین حضلیات و بسیار ممنونم. امیدوارم ما در آینده هم باز بتونیم شما رو داشته باشیم تا با بحث‌های ساده و شیرینتون بتونید به ماها آموزش بدید. اون قسمتی هم که شما گفتید آقای علی نیری گفته بود که به اصطلاح در رابطه با چاه جماران و اینها، بعد ایشون گفته بود که متاسفه که اون به اصطلاح درس خونده ها هم میرن اونجا. سلام بنده رو به ایشون برسونید بگین ابدا تاسف نداشته باشید. اجازه بفرمایید آقا مردم با نشاعات خودشون نشه باشن. چشم. اگر دموکراتی، اگر فهمیده اید. چشم. هیچ هم چه حرفی نیستش. چشم. بس بگیریم از بزرگان. هر کس هر اعتقادی داره سلام. آقای افشارها، شما به من گفته بودید که اگه دوستان بخوان میتونن با شما تماس بگیرن. من شماره تلفن رو ننوشتم، گفتم شاید شماره تلفن شما اونجا چندین شماره تلفن دارید، شاید شماره تلفن مخصوصی. حالا میخوان اینا واگذار کنیم برای دفعه دیگه و اگر دوستان بخوان با شما تماس بگیرن، من آکادمی کار همون شماره تلفن 905 قربان بنده اعلام میکنم. بله. من خیلی شما رو دوست دارم آقای سربی، به عنوان یک برادر عزیز بزرگوار به این ملاحظه که در جاهایی که خواسته بودم حفظ القید بفرمایید برای اسم رعایت فرمودید، اما نام این سرگشاد قربان معنیش این هستش که ایها الناس بدانید. بله. بنابراین بیان اسم مشکلی نیست. برای این سوال هم که فرمودین برای شماره تلفن 905 737 51 58، این تلفن است که میتونن تماس بگیرن. خب ایمیل هم که info@kabakademy.com هست خدمتتون. بنده ساعتها و در هر بازه زمانی در خدمت عزیزان خواهم بود. اگر فرمایشی داشتن، ارشاد و راهنمایی داشتن، بنده کوچیکترم از این که بگم سوالی اگر داشتن، هر مسئله‌ای که داشتن بنده اصغا خواهم کرد و پاسخ خواهم گفت. بسیار ممنونم، شما روز ما رو ساختید و همونجوری که گفتم امیدوارم باز هم بتونیم شما رو در برنامه‌های آینده داشته باشیم. انشالله ما فقط چیکی کلامون الهی زنده باشیم. انشالله همه بینندگان، شنوندگان، خود حضرت عالی خوش و خرم باشید و معین به تاییدات خدایی که میپرستید. بسیار ممنونم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز خوبی داشته باشید. روزتون بخیر. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با آقای دکتر کاظم افشارها بودیم از کانادا. همونجوری که ایشون هم گفتن با شماره تلفن 905 737 51 58 میتونید با ایشون در تماس باشید. بعد اگر لازم شد در برنامه‌های آینده مقداری درباره فعالیت ایشون در رابطه با کاوه آکادمی یا آموزشگاه یا
هر چیزی که خود ایشون بخواد صحبت میکنیم و بیشتر اطلاع ازشون میگیریم. من باز هم از ایشون ممنون و متشکرم که توی این فرصت کم به اصطلاح لطف کردن و با ما بودند و قبول دعوت کردند. در هر صورت این بنده خدا خیلی مشغولن. من وقتی که داشتم باهاشون اسکایپ رو امتحان میکردم میدیدم که چپ و راست بهشون زنگ میزنن و اینکه ایشون گفت تلفن ها رو دیدید که صدا هم یه مقداری اولش مشکل داشت، اونجا چندین تلفن و اینها هست و حقیقتا روز کاری ساعت کاریشون رو در اختیار ما قرار دادن و به این خاطر من هم از ایشون ممنونم. و اما پیشنهاد خوبی بود که دوستان پولدار، اون پولداری که پولهایی رو که از ایران آوردن و اتفاقا به همون دلیلی که اون وقتا هم دوست نداشتن اینها تو ایران زندگی کنن، در این آمریکا یا کشورهای دیگه که میشه با اون پولها یک کشوری رو حتی خرید، یک کشوری درست کنن، ماکتی درست کنن به نام ایران و شاه هم که حاضر دارن، شاه ایران، و بذارنش اونجا، این آقای شاهنشاه، آقای رضا پهلوی رو بذارن اونجا. یادم چند وقت پیش مصاحبه داشتم با آقای محمود قربانی، همسر سابق خانم گوگوش، و ایشون هم میگفت که میخواد یه شهری رو در مکزیک به اصطلاح را بندازه، خریداری کنه، حتی با شهردار اون منطقه صحبت کرده بود که کمکم اونها بهش بکنن و اونجا رو بذاره تهران و هر ایرانی تهرانی که به اصطلاح پناهجو باشه اینها بتونن به سادگی بیارنش اونجا. من به ایشون پیشنهاد کردم آقا اسمش رو بذار ایران، چرا اسمش رو میذاری تهران که شیرازی ها مشهدی ها احساس غریبی کنن، و گفت پیشنهاد بسیار خوبیه، ولی آقای محمود قربانی خب حالا بعدش هم ممکنه بیاد از ما، ولی اب نداره، من همیشه حرفم رو زدم و میزنم، بابتش هم ضرر دادم و میدم و خواهم داد. آقای محمود قربانی خیلی رو حرفاش نمیشه حساب کرد. الان اونایی که ایشون رو میشناسن و فعالیتاشو دنبال میکنن میبینید چند سالی هست با فیسبوک آشنا شده، هی مینویسه نمیدونم ستاره منتخب ایرانی ها، جایزه بزرگی 1,000,000 دلاری، تأسیس تلویزیون MG، محمود قربانی MG، ولی همش حرفه و از عمل خبری نیست. حالا امیدوارم که به پیشنهاد بسیار خوب آقای دکتر کاظم افشارها، این دوستان سلطنت طلب چی میگن، عمل کنن و یک ماکتی به نام ماکت ایران درست کنن و یه ماکتی به نام شاه هم که داریم آقای رضا پهلوی رو بذارن اونجا. ولی باز این نکترم آقای افشارها گفتن که درسته که الان در یه محدوده کمی در همون منزلشو در آفیسی که داره و اینها ایشون رو به عنوان اعلی حضرت رضا شاه دوم میشناسن و یه افراد بیچاره هم مثل اون امید دانا که الان این روزا هم ناامید شده و هم نادان هست، اونها هم دورش میان و بعد از مدتی میبینن که نه خیر، سر این قبری که دارن به اصطلاح چی میگن میبندن، این بندا چی میبندن که خواسته هاشون برآورده بشه، مرده ای داخلش نیست و رها میکنن و میرن دنبال کار و زندگیشون. و اما امروز دکتر نصر احمدی ساعت 3 بعد از ظهر با ما خواهند بود و آقای پرویز مینویی ساعت 6:30 از کانال E2. اگه یادتون باشه من برنامه های آقای پرویز مینویی رو زنده پخش میکردم از تلویزیون مردم تا موقعی که صدا و اینها دوچار اشکال شد، چون اون موقع از عصر امروز عصر امروز پخش میشد. بعد تلاش خودمون رو کردیم، بعد به این نتیجه رسیدم که حتی اگه صدا و تصویر هم خوب باشه، حقیقتا خب این بی‌انصافی هست که ما برنامه زنده E2 رو اینجا نشون بدیم، یعنی یه سری بیننده های E2 بیان اینجا یا یه سری اونایی که ممکنه برن اونجا نرن اونجا. و فکر کردیم که برنامه زنده شون دوشنبه ها و چهارشنبه ها 6:30 تا 8 اونجا باشه، ما هم این برنامه ها رو ضبط میکنیم، این برنامه ها رو روی بایگانی آرشیو به اسم خود آقای پرویز مینویی روی یوتیوب قرار میدیم و هر روز برنامه ایشون رو از تلویزیون مردم
به عنوان همون پلیلیست پخش میکنیم. پس شد دکتر نصر احمدی 3 بعد از ظهر. قبل از اون من با آقای بهمن تماس میگیرم تا چند دقیقه با ایشون صحبت کنم، هم به عنوان قدردانی ازشون تشکر کنیم که این کتاب دکتر نصر احمدی رو به صورت PDF درست کردن و این ور و ور پخش کردن، همین که وبسایتشون رو درست کردن راستایی، اگه اشتباه نکنم راستایی.com، و ایمیل بهمن هم هست bahman@inbox.com. و اما این ماجرا، میدونید که الان 2-3 برنامه به همت بهروز و دوستان دیگه مثل ساشا از انگلستان و دوستان دیگه، ما ویدیوهایی رو مثلا هست موجود هستن، اینها رو میاریم و میچسبونیم به هم و واقعا هم میچسبونیم به هم و به شما نشون میدیم 25 دقیقه و اینها. امروز رسیده به 46 دقیقه و 33 ثانیه و دوستان گفتن آقا چرا توی آرشیو اینها رو نمیتونیم ببینیم. ببینید دوستان، بیشتر نمیخوام بگم همه، بیشتر این ویدیوها رو از یوتیوب دوستان پیدا میکنن، برای ما میفرستن. وقتی من این فیلم ها رو میگیرم، اگر دوباره روی یوتیوب بذارم، یوتیوب یقه ما رو میگیره، میگه این مربوط به یکی دیگه بوده و کاپی رایتش رو از بین بردید و مکافات نام نگاری و اینها. ولی اگر کسی بخواد میتونیم جاهای دیگه بذاریم، به شرطی که یکی پیدا بشه مخارجش رو بده. دوستان همه بهترین سرویس رو میخوان همین الان، زود آماده خوب، زمستون باشه گرمش رو میخوان، تابستون باشه سردش رو میخوان. ولی تا میگی خب خرجش رو که میده، اصلا مثل این که شما به یک زبان دیگه ای صحبت میکنی و هم میگن ها چی گفتی، صدا نمیرسه، صدا نمیرسه. خب دوستان عزیز، همونجوری که از اول در اول برنامه هم گفتم، تا کنون 34 سناتور، ببخشید اون موقع من گفتم نماینده مجلس، نماینده مجلس اینجا میشه رپرزنتیتیو، ولی سناتور همون مجلس سنا هست که 100 نفر به اصطلاح هستن، 50 تا ایالت هست، هر ایالتی 2 تا سناتور داره و این 100 نفر اون طرح توافق ایران و آمریکا یا توافق ایران و 5+1، اگر 67 نفر اون رو رد میکردن، قبول نمیکردن، بعد آقای اوباما قول داده بود که ویتو میکنه، بعد مشکل و مکافات اینها این بود که دموکرات ها تلاش کردن، مردم، خود من چندین تلفن زدم به نماینده های مجلس که اینجا داریم، سناتورها، باز همش اشتباهی میگم، به سناتورهایی که اینجا داریم هی بهشون گفتیم که بابا این همه شما کشورهای مختلف رو تحت این تحریم های اقتصادی گذاشتی، آیا رهبرانش بهشون فشار آمد یا مردم؟ و شما اگه میخواین مردم به طرف شما باشن، مردم آزاد باشن، این فشارها رو بردارید، اونها هم مجبور میشن دموکرات عمل کنن و دموکراسی رو به مردم بدن، اگر ندن کله پا میشن توسط خود مردم. و به نتیجه رسیده 34 نفر فعلا گفتن رأی میدیم. البته هیچ وقت تا اون روزی که اینها یی، اینجا میگن یی نی، بله و نه رو یی نی میگن، تا اون روزی که این رو نگفتن و رأی ها شمرده نشده، نمیشه حساب کرد که بله اینجور میشه. ولی تا کنون 34 نفر و امروز هم گوی آقای اوباما در فیلادلفیا قرار بود صحبتی داشته باشه. اینم از این. و اما بزرگترین مشکلی که الان توی دنیا هست، مسئله این پناهجویان در اروپا هست و بهتون گفتم کارتونا و کاریکاتورهای زیادی میکشن که از اون ور میگن اینها از دست اسد و بشار، نمیدونم اسد و دیکتاتورهای دیگه و اون دولت اسلامی شام و سوریه و اینها، عراق و شام در میرن و به امید این که بتونن در اروپا آزاد باشن، بچه هاشون رو اونجا بتونن آزاد پرورش بدن و اینها، وقتی میان اونجا الان با مشکل روبرو شدن. ولی هستن مردمانی که شرف دارن، به اصطلاح وجدان دارن و اینها در شهرهای مختلف رفتن به اصطلاح به استقبال این پناهجویان و توی
جاهای مختلف دنیا، مخصوصا توی اروپا، این تظاهرات بعضی جاها حتی به 40,000 نفر رسیده که مردم آمدن و به پناهجویان خوش آمد گفتن. شما هم اگر جایی هستید که میتونید با قلمی یا قدمی یا درمی، به قول آقای شهافر که میگفت درم بیشتر مهمه، کاری انجام بدید، مزایقه نکنید و این کار رو انجام بدید. خب چهارشنبه دوم سپتامبر 2015 است، 11 شهریور 1394، ساعتم 2:58 است. اجازه بدید بریم آگهی ها رو ببینیم. توی این فاصله هم من تماس میگیرم با آقای دکتر نصر احمدی، نه اول قراره با آقای بهمن چیز کنم، ولی چون آقای دکتر نصر احمدی خیلی مصاحبه‌های مختلف دارن تو تلویزیون‌های مختلف، قبلش زنگ میزنم به ایشون میگم که من امروز میخوام چند دقیقه با بهمن باشیم و بعد از اون با آقای دکتر نصر میگم اصفهانی، ببخشید، دکتر نصر احمدی. باز هم از یکایی که شما ممنون که با ما بودید و هستید، لطف کنید تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. پس با هم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم. بازم از پتروس عذر میخوام که من این آگهی رو نتونستم عوض کنم و هنوز توی اون میگه 32 سال به جای 25 سال، چون وقتی من اون عکس رو دیدم نوشته بود 23 سال، من خوندمش 32 سال، و ایشون چون خیلی کارش درسته گفت نه آقا اینو عوض کن، من اون موقع 23 سال، الان 25 سال. حالا اگه یه وقت فرصت بشه با پتروس هم صحبت کنم که این مسئول بیش از 1,000 نفر کارمند بوده در ایران، بیش از 1,500 نفر، 1,600 خورده، ولی الان در آمریکا با افتخار داره کار میکنه، کارهایی که عکساشو برای من فرستاده بود نشونتون دادم، به اصطلاح منزل تعمیر میکنه و کاشی میزنه و لوله آب تعمیر میکنه و اینها، و افتخار میکنه. آقای رضا پهلوی، حرف این پیر دیر آقای دکتر کاظم افشارها رو گوش کن و دست بکش از این افراد چاپلوسی که دور و برت هستن، برو دنبال یک کار و زندگی. شما حتی میتونی با افتخار بگی که همسرت وکیل هست و کار میکنه و شما در منزل خانه‌داری میکنی، چون الان توی آمریکا خیلی ها هستن مردها خانه‌داری میکنن، مردها بچه ها رو بزرگ میکنن و خیلی هم باید افتخار کنید که این کار رو انجام بدید. ولی این که من بابام اون بود و بابا بزرگم اون بود و اینجا اون ضرور مسئله گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل رو به یاد ما میاره. با هم آگهی‌ها رو میبینیم، برمیگردیم با آقای بهمن و آقای نصر احمدی خواهیم بود. مرسی. سی و دو سال سابقه کار در آمریکا، لایسنس، باند، بیمه، کهن خانه خیش پیراستن به از خانه اجاره ای نشستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمان، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی صحبت می کند. ساعت کار 7 روز هفته، از 7 صبح تا 7 شب پتروس در خدمت شماست. شماره تلفن 818-209-6052. ایشون نوشته که عضو 08 ایرانیان هست، ضمناً از پذیرش و انجام کار در بیورلی هیلز معذوریم. دفتر حقوقی لطیف زمانی، کارهای حقوقی خود را باید. خب دوستان عزیز، ممنونم که با ما بودید، برگشتیم و دارم تماس میگیرم با آقای بهمن و ببینیم که الو. آقای بهمن، سربی هستم و با دوستان بیننده و شنونده با شما هستیم. نمیدونم آقای نصر احمدی به شما گفته بودن که ما چند دقیقه دوست داریم که با شما صحبت کنیم یا نه؟ نه، من در جریان نبودم. خب حالا من مزاحم کارتون نباشم، جایی هستید که بتونید چند دقیقه صحبت کنید یا بذاریم یه وقت دیگه؟ اجازه بدیم 2 دقیقه، من برم یک اتاق دیگه چون دوستان دیگه هستن. یه لحظه روز. اوکی عزیزم.
دوستان عزیز با آقای بهمن تماس گرفتم و ایشون کسی هستند که کمک کردن آقای دکتر نصر احمدی بتونن وبسایتی داشته باشن کتابشون رو به صورت PDF. بهمن جان، من به نوبه خودم از شما ممنون و متشکرم و دوستان خیلی ها سوال میکنن که یه خبر خوب به ما بده، این وبسایت که حاضر میشه، اگر ایمیلی بفرستن با info@rayestani.com آیا اون ایمیل به ایمیل شما فوروارد میشه یا نه؟ ایمیل شما رو ما روی خط گفته بودیم، آقای دکتر احمدی گفته بود اشکالی نداره، که bahman@inbox.com. یه مقداری توضیح بدید و ما بخواستیم فقط این به عنوان قدردانی از شما باشه برای این کاری که کردید و زحمتی که خواهش می‌کنم. اصلا نیازی به اون نبودیم، وظیفه با ایرانیان هست، جناب آقای نصر احمدی که زحمت‌ها رو کشیدن و این قانون اساسی ایران رو که البته می‌دونید که این قانونیه که ایشون پیشنهادیه، درنتیجه یک زحمتی ایشون از طرف همه ایرانیان کشیدن برای محتوای خوب برای دولت آینده، چون ما همه متاسفانه تمام فعالان سیاسی، تمام نمیشه گفت، بیشتر فعالان سیاسی به اون جعبه یا اون نماد دولت آینده خیلی فکر میکنن و خیلی براشون مهمه که چه شکلی این خواهد داشت، ولی محتوا رو زیاد بهش نمیپردازن. جناب احمدی کاری کردن به اون محتوا پرداختن، درنچه خیلی بگم قدم خیلی مهمیه. ما هممون یک عقایدی بالاخره داریم، بعضیا میگن باید دولت آینده حتما پادشاهی باشه، بعضیا میگن اصلا به هیچ وجه نباشه، باید جمهوری باشه، به هر گونه‌ای که بخواد باشه، تا محتوا درست نباشه دولت خوبی نخواهد بود، نمیتونه باشه. در نتیجه ایشون قدمی که برداشتن اون جعبه زیبا رو گذاشتن کنار، گفتن اون رو تصمیم مردم، ولی محتوای این جعبه چی هست که خیلی مهمتر از خود شکل و ظاهر اون جعبه هست، ایشون بهش پرداختن و با تحصیلات و تجربه‌ای که دارن فکر می‌کنم که یک قدم اول بسیار مهمی بود که برداشتن و سپاسگزارم من از طرف خودم از ایشون. من ممنونم از شما. شما از این کتابی که در دست داشتید و زحمت کشید و اینا به اصطلاح حتما مطالعه کردین، آیا ایرادی هم به نظر خودتون درش میبینید یا دوست دارید چیزی داخلش عوض بشه؟ میدونم قشنگ توضیح دادید، شما گفتید این تا زمانی که تصویب نشه قانون اساسی ما نیست و فقط یه طرح پیشنهادیه، یه پیشنویسه، ولی خب همیشه پیشنویس یا درفت به قول آمریکا یا مینویسن برای اینکه اگر افراد به نظرشون جایی احتیاج داره که تصحیح بشه، بهتر بشه، پیشنهاد کنن. پیشنهادی دارید یا شما این رو کاملا قبول دارید؟ نه کاملا که مسلما من فکر نمی کنم هیچ ایرانی بتونه یک یا هیچ شخصی بتونه یک قانون اساسی به این بزرگی و دقیقی رو بخونه و 100% موافق با تمام نکات باشه. مسلما نکاتی هست که من خیلی راغبم به اون نکات که دیگران ممکنه مخالفش باشن و برعکس، ولی قدم اول مهم برداشته شده و این یک پایه برای یک قانون اساسی آینده ایران. نکات بسیار مهمی درش گنجیده شده که من فکر می‌کنم که از قوانین اساسی کشورهایی که ما درشون زندگی می‌کنیم، آمریکا و اروپا، حتی کامل‌تر هست. مسلماً جای بحث داره و این در سنگ نوشته نشده. خود ایشون من باشیم در چند موردش که سوالهایی داشتم یا به عقیده من تغییراتی باید پیدا می شد صحبت کردم، بسیار دید بازی داشتن در این مورد و کاملا واقف بودن که نخب این قدم اولیه است و یک پایه بسیار قوی برای یک قانون اساسی آینده و فکرم از این لحاظ قدم بسیار مهمی برداشتن. و این سایتی که شما فرمودین rayestan.com و rayestan.org، هر کدوم دوستان بهش مراجعه کنن به این کتاب خواهند رسید، در دست تهیه است. من فکر می‌کنم تا آخر این هفته اگر نباشه تا وسط‌های هفته آینده این کتاب رو به صورت PDF روی اون سایت خواهند دید و ایمیل ها هم فوروارد خواهد شد و به دست آقای همان جان. رایستان هست یا rayestani.com؟ رایستان. آها اوکی، بعد اون رایستان و رایستان.org. بله بله، بسیار ممنونم.
خب یه سوال دیگه می کنم، میدونم شما سر کار هستی، میخوای به کار زندگیت برسی. به نظر شما یا پاسخ شما به اونایی که میگن که ما اشکالمون نبود قانون اساسی نیست، اشکالمون اجرای قانون اساسی، یعنی اگه برگردیم حتی قانون مشروطه رو اون دو تا پادشاه زیر پا گذاشتن، قانون جمهوری اسلامی رو خود آخوندها زیر پا گذاشتن، گیرم که بهترین قانون رو شما بگید این کتاب، وقتی که نفر بعدی میاد قانون رو زیر پا میذاره و هیچ ضمانتی نیست، یعنی چه باید کرد با این مشکل، با این موضع؟ این دیگه برمیگردیم اون مسئله مهم فرهنگساری در کشور. شما درست میفرمایید، حرفتون کاملا درسته. بهترین قانون هم که داشته باشیم ولی اجرا نشه هیچ معنایی نداره. این برمیگرد به اون فرهنگساری خودمون که ما ایرانیان وظیفه داریم با خرد به مسائل نگاه کنیم، تعصبات و این باورهای پوسیده که به ما رسیده رو درشون تعمقی داشته باشیم و با دید بازتر و آشنایی با مسائل جهان و مسائل روز خودمون با مسائل برخورد کنیم و تک تک وظیفه تک تک مونه که به قوانین احترام بذاریم. احترام نذاشتن به قوانین مثل اینکه مشکل بزرگی برای ما ایرانیان در طول تاریخ و یه مقدار زیادیش به این خاطر بوده که مردم دولت رو از خودشون نمیدونستن و بعضی وقتا حتی قانون شکنی یک نوع مبارزه با زورگویی بوده براشون. ولی اگر قانونی باشه که مورد پسند مردم باشه، از طرف مردم باشه و حکم نشده باشه از طرف دولتی به مردم، فکر کنم راحت تر باشه این کار رو انجام داد و مردم با فرهنگ سازی که لازمه به قانون گرایی بیشتر رو کنیم. بسیار ممنونم از شما و از اینکه وقتتون رو به من و بینندگان دادید، متشکرم. هر وقت صحبتی داشتید، خبر جدیدی بود، لطف کنید از طریق همین شماره تلفن 202-695-2573 یا از طریق ایمیل info@mardomtv.com با ما در تماس باشید. به قول آمریکایی‌ها keep us posted، یعنی بتونیم با هم یه ارتباطی داشته باشیم، چون من همیشه باور داشتم که گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. بازم ممنونم از شما. زنده باشین، سپاسگزارم از شما و زحمتایی که برای ایران آینده ایران کشید. ممنونم از شما. روز خوبی برات آرزو می‌کنم. خب دوستان عزیز، با آقای بهمن بودیم، دوست نازنینی که لطف کرده بودن و کمک کردن با آقای احمدی، دکتر نصر احمدی، بعد از اون مشکلاتی که ایشون داشته و به قول خودشون میگن که دیگه تصمیم گرفتن درود نگن، چون بیشتر اینهایی که به ظاهر درود میگفتن یه سری دروغگو بودن که با این درود گفتن خودشون رو آماده دروغ گفتن کرده بودن. 818-201-57-79 میریم سراغ آقای دکتر نصر احمدی در کالیفرنیا تا ببینیم ایشون امروز درباره این کتاب قانون اساسی. آقای دکتر نصر احمدی سلام، با شما هستیم و بینندگان و شنوندگان هم حاضر. از آقای بهمن هم به نوبه خودم تشکر کردم و امیدوارم که ایشون هم هر وقت صحبتی دارن، خبر جدیدی دارن، با ما در تماس باشن. من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم، میکروفون رو در اختیار شما میذارم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. بس با آقای بهمن صحبت کردید شما؟ بله قربان. بله بله بله، چون من شنونده نبودم، یعنی وسیله برای گفتگوی هر دوی شما من نداشتم. یعنی من الان با بینندگان و شنوندگان هستم. بله بله بله، شما روی ایر هستید، میکروفون در اختیار شماست. برای درود دارم حضور بینندگان و شنوندگان ارجمند تلویزیون صدای مردم، تلویزیون مردم یا مردم تیوی و همه هممیهنانم. سلام دارم حضور همه هممیهنانم با آرزوی شادی، تندرستی و خوشی از امروز به بعد برای هممیهنانم، اگرچه در اسرت و تنگدستی بودن. پیوست روزگار ما وقتی تاریخ ارزیابی میشه، ملت ایران جز هرمان، دگرانی، دلهوره، استراب، توهی دستی و فشار حکومتی روزگاری رو به خوشی نگذرونده. اگر هم کسانی روزگاری به خوشی گذروندن، از دسترس حکومت
به دور بودند، یعنی در امان بودند. کوههای صعب العبور، دشوار و حتی مالروی سخت، یعنی حکومت دسترسی نداشته، اونا به خوشی و خرمی روزگار طبیعی خودشونو بر اساس حقوق طبیعی خودشون گذروندن. چرا؟ چون ساختار جامعه ما تا سالهای 1963 بیش از 80% یک جامعه ایلیاتی بودیم و همیشه هم در روزگاران قدرت مداران ایلی حاکمیت رو به دست گرفتن به عنوان پادشاه. ما در تاریخ ایران جز خانواده پهلوی یک خانواده روستایی بودن، هرگز و هرگز تاریخ ایران حاکی از این نیست که کسانی غیر ایلی در ایران پادشاه شده باشند. البته یعقوب لیث صفاری رو از این قاعده اگر مستثنا کنیم، اون موقع حاکمیت به سرشت جامعه روزگار خودش و محیط زادگاه خودش هم جامعه ایلیاتی بوده، اگر شغلش رویگری بوده، شغل پدر و نیاکانش رویگری بوده، اما به هر روی در ساختار جامعه ایلی زندگی میکرده. به هر روی من هفته پیش بر این گذاشتم که از قانون اساسی شروع کنیم، اما دو گفتگو داشتم در دو بلندگو، یکی رادیو صدای ایران که پیش از برنامه شماست، یکی هم تلویزیون ایتو که بعد از برنامه شماست، یعنی رادیو ایران با آقای ناصر توکلی مدیرش و تلویزیون ایتو با آقای پرویز مینویی برنامه گذار اون تلویزیون. و شما هم تقریبا سبق ذهنی دارید از این که قرار بود گفتگویی بشه که خود من موافقتی در این زمینه نکردم. جناب آقای سربی اگر ممکنه اکوی تلفنو درست بکنید. بله، شما اگه لطف کنید اون گوشی رو از خودتون یه مقداری دور کنید. بله بله. بعد یه سوالی، چون شما راجع به این دوتا رادیو و تلویزیون صحبت کردید و من برنامه شما رو دیدم، خیلی ها هفته گذشته میدونید که پروگرام شما هر روز پخش میشه توی تلویزیون مردم، اون برنامه‌ای که با آقای مینویی داری، خیلی ها میگن که چرا آقای نصر احمدی قبول میکنه که با این دوستان که هدفی جز به اصطلاح جر و بحث با شما ندارن مصاحبه و مناظره میکنید و اونها کم کم میخوان شما رو قانع کنن که ای بابا حالا آمدی اینجا کوروش رو چرا میگی پدرش رو کشته، شما میخوان پدر بزرگش رو کشته، میخوان شما تاریخ رو عوض کنی فقط برای اینکه چند تا بیننده اینها خوشحال باشن. از شما میپرسن اونا میخوان این کارو بکنن، شما چرا میرید اونجا؟ پاسختون به اونها چیه؟ بله، کسی که خب داستانی رو نمیدونه وقتی از داستانی آگاه میشه هوشیار میشه. اگر ملت ایران میدونستن انقلاب به زیانشون هست، بیگمان انقلاب نمیکردن. هر قدم انقلاب که فی نفسه به وجود نمیاد، خلق و سائه نیست، محصول داستانی است از گذشته، دسیسه بیگانگان، نارضایی داخلی، دامن زدن به دشواری ها و کاستی های حکومت، این چهار اصل میشود انقلاب، بحثی درش نیست. اگر ملت ایران میدونستند قطعا به پیشواز انقلاب نمیرفتند. یا رهبری که بالای فرودگاه عنوان میکنه احساسشو میپرسند و پاسخ میده هیچ، بیگمان باید اون ملت با هوشیاری فراست برمیگشت به خونشون، یعنی کل مردم برمیگشتن. اما خب آدم وقتی از چیزی آگاهی نداره خب اون کار انجام میده. چرا کودک کار نادرست میکنه؟ کاری که حتی جسم و جانشو به خطر میدازه، برای که خطر رو حس نمیکنه. ولی همین که هوشیار میشه یک ترسی درش ایجاد میشه برای سیانت نفس، برای نگهبانی نفس خودش. من خب اگر بنا شد که گفتار پرسشگر رو تأیید بکنم بر اساس جدایی از دانش خودم، خیلی خوب میشم همون روزنامه نگار، میشم همون گوینده. بنابراین تفاوت من با پرسشگرم در دانش من در این قضیه هست. اگر بنا باشد که من تأیید کننده روزنامه نگاری، مصاحبه کننده پرسشگری باشم، خیلی خوب، من هم تابعی خواهم بود از فرایند هر رادیو و تلویزیون. جناب آقای سربی، من 12 سال، نزدیک به 13 سال ساکن امریکا هستم. تا 7 سال پیش که هیچ ارتباطی دیگر با هیچ رادیو تلویزیونی نداشتم، به لحاظ اینکه مسمومم کردن
و پولهای بادآورد جریان سبز به خارج آمد و شما خوب میدونید 4 رادیو تلویزیون سیاسی رو در بست خرید و الان سرسپرده کامل حکومت اسلامی هستند. به زرس قاطع من فریاد میکشم که شنوندگان و بینندگان شما بشنوند، لابد خودشون هم میدونند و بسیاری دیگر رادیو و تلویزیون ها. من 57 رادیو مصاحبه داشتم و 9 تلویزیون، از جمله خود آقای توکلی رو از اون 57 رادیو اگر ایشون رو کم بکنیم میشود 56 رادیو، بنابراین به اضافه رادیو ایشون میشود 57 رادیو من مصاحبه داشتم و برنامه سیاسی رادیو ایشون مربوط به خود من بود. بارها راجع به داستان سال شاهنشاهی ایران من توضیح کافی و وافی رو دادم، ولی خب نمیدونم، شاید شنوندی خوبی نبودند ایشون، شاید به دانش این کار مراجعه نکردند، دو و شاید دستوری باشه خدای ناکرده که ایشون حتما حتم دارن که سال شاهنشاهی رو از کوروش شروع بکنن، تازه با 13 سال تقلب. یعنی اگر بنا شد ما تاریخ ایران رو به کلی به گفته آقای خمینی به زبالدان تاریخ بسپوریم و از کوروش شروع بکنیم، به ویژه از جشن 2500 ساله به این سو که کوروش مطرح شد، چون کوروش هم یکی بود مثل دیگر پادشاهان، با ظلم خودش، با تعدی خودش، با دیکتاتوری خودش و از بسیاری پادشاهان به گمان من پایین تر. یعنی اگر در داوری منصفانه سر کلاس درس از من بپرسند، با توجه به اینکه من کارم و حرفم تاریخ نیست اما دانش تاریخ رو به لحاظ علاقه‌مندی های میهنیم خوندم، و اگر شما قطعا تاریخ و کامل ندونید، تاریخ کشورتون رو و تاریخ حداقل ممالک پیشرفته جهانو، حق دخالت در قانون و در جامعه شناسی رو مطلقا ندارید. یک جامعه شناس خوب آن است که تاریخ را خوب بداند. من از مرحله عالی 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 ادبیات اولین بار دارم میگم. آقای منو سوال داشتن که من گفتم بهترین ادیب کشور هستم. من هرگز و هرگز 36 ساله در نعت و صفت خودم جمله رو هرگز به زبان نیاوردم. اگر کسی نواری از من در این 34 ساله خارج از کشور داره که من در توصیف خودم مطلبی به ویژه ادبیات گفتم، استدعا میکنم اون یک دقیقه رو بیارن به تلویزیون شما بدن که خود من هم شنونده باشم و شما پخش بکنید. خیر، در توصیف ادبی من همین دست که قانون اساسی می‌نویسم و به اصطلاح کسانی که تلفنی با من صحبت میکنن و در تلویزیونم برنامه دارن و حتی میگویند قانون لازمه کشوره و اگر قانون درست نباشه مملکت به انحطاط هست و مملکت در بدبختی و اوساط و تنگ دستی و عقب افتادگی، ولی هرگز نمیگویند قانون اساسی نوشته شده است برای سرنوشت ایران، نصف احمدی را عنوان نکنند. حالا چه داستانی است، چه دستایی در کاره، هنوز من در نیافتم، اما خود من شنونده بسیاری برنامه گذاران رادیو تلویزیون هستم که این مطلب رو عنوان میکنم برای نیاز جامعه به قانون، اما از این قانون اساسی دم نمیزنن. شاید هنوز جو به سود من نیست، شاید شرایط به سود من نیست. چرا؟ چون آقای سروی به گمان من نه به تحقیق، به تحقیق 100% دانش، شرف، اخلاق، انسان دوستی، میهن دوستی، اخلاق که عرض کردم شامل شجاعت میشه، شامل آزادمنشی میشه، هیچ ملاک نیست اصلا و ابدا در جامعه ما مهم نیست. مهم آن است که شما چه موقعیتی داشته باشید. چون موقعیتی الان برای من نیست و نصر عملی هم عنوان کرده است، اعلام کرده است، بازم در تلویزیون شما عنوان میکنم، من نصر عملی جایم را با پیغمبرها عوض نمیکنم. نه وحی آورندگان آسمانی منظورم نیست، من یه دفعه به کفر نبرند، البته کفر فقط مربوط به خداست، اهانت به پیغمبر کفر به حساب نمیاد، در هیچ کتاب دینی هم نوشته نشده. اگر جمهوری اسلامی مستمسکی برای این کار پیدا کرده، اون هدف سیاسی خودشه. اما تا اونجا که آگاهی و دانش من از خوندن کتاب قرآن، از خوندن تورات و انجیل و حتی بخشای مهمی از اوستا به ویژه وندیداد و بیسپرد، اما گاته ها رو نخوندم، چون شعره، چون و یشت، مخصوصا یشت خوندم، هرگز و هرگز در این کتاب ها عنوان نشده.
اهانت به کسی به این تز آورده کفر به حساب میاد. نه نه، جز به خداوند کفری به حساب نمیاد. حتی ایمان در خود قرآن، ایمان آورنده به غیر از خدا کافره، حتی ایمان آورنده. ولی گاهی اوقات من از سلطنت طلبان میشنم میگن ایمان به محمد رضا شاه. آخه یعنی جهالت بالاتر از این دیگه شما پیدا میکنید در کره ارض؟ نادانی بالاتر از این پیدا میکنید؟ تعصب و خامی بالاتر از این کار پیدا میکنید؟ که یک آدمی به لحاظ رنگ، پوست، شکل، شمایل مثل آدم ها، تازه از بسیاری خصیصه ها پایین‌تر، یعنی ترسو، یعنی وطن رو به موقع رها کنه بره. شما وقت میگویند ایمان به محمد رضا شاه، اون معلومه از ناگاه ها میاد. من چند بار راجع به سال شاهنشاهی، حتی زمان دانشجویی، یک همکلاسی هم دانشگاهی داشتم که اون سال بالا بود ولی سنش خیلی بالا بود، همیشه میگه آقا این سر سبز رو به باد نده، چه کار سال شاهنشاهی داری؟ تو هم مثل دیگران. میگفتم آخه همکلاسی های من میدونن، دوستان من میدونن که این کار غلطه، که این کار 13 سال تقلبه. وانگهی ایران با کوروش نیامده، ایران هزاران سال پیش از کوروش بوده. اون دوست من میگه آقا جلسه های 2500 ساله رو دیدی؟ سکوت کن، تاریخ از جلسه 2500 ساله یه داستانی میخواد درست کنه، سکوت کن آقا. خیلی خوب آقای سربی، وقتی کوروش کرزوز رو شکست میده و در پارس اعلام پادشاهی میکنه، کار به نحوه شکست کرزوز نداره، یک استراتژی تقلب گونه بود. چون در علوم سیاسی و در جامعه شناسی هر دو درسی به نام استراتژی درس میدن، یعنی 6 واحد درسی اجباری هست. خیلی خوب، استراتژی در جنگ یعنی تقلب کردن، یعنی کلک زدن. خیلی خوب، کوروش آمد این کار کرد، بر کرزوس پیروز. وقتی پیروز شد و برگشت به پارس، بالای دشت رین، یعنی بین پازرگاد و دشت رین، منطقه هست که اونجا کوروش پایتختش بوده، یعنی تقریبا 36 کیلومتر در شمال غربی تخت جمشید کنونی. کوروش در تخت جمشید نبوده، کوروش در تخت جمشید اثری نذاشته، حتی پسرش تخت جمشید رو سال نهم پادشاهی داریوش بزرگ، اولین کلنگش وسیله داریوش بزرگ زده شد و داریوش بزرگ تخت جمشید رو درست کرد. بره برداریش 17 سال بعد آغاز شد و 99 سال از اولین کلنگش تا پایان ساختمان به درازا کشید. نویج خشایارشا نقش برجسته در بردشید اول، نقش برجسته در ساختار تخت جمشید داشته. کوروش در اونجا اعلان کرد که من پادشاه پارس هستم، که تا 1315 یعنی 4 سال و نیم مونده به پایان پادشاهی رضا شاه، ما چیزی به نام ایران در متون تاریخی نداشتیم. در اسطوره داشتیم اما در تاریخ نداشتیم. از اون سال یعنی 546 پیش از مسیح، که گفته بعضی ها میلاد مسیح، ولی بشر با حضرت عیسی متولد نشده، بشر پیش از حضرت عیسی هزاران هزار سال و صدها هزار سال بیشتر متولد شده، اون سال سال مسیحی است. 546 سال پیش از مسیح آقای کوروش اعلان کرد که من پادشاه پارس هستم. خیلی خوب، 2000 سال، 2500 سال، 2000 سال شما اضافه بکنید از سال مسیح به اضافه 546 سال به اضافه 15 سال، میشود چند سال؟ میشود 2561 سال. یعنی 2546 به اضافه 15 میشه 2561. بنابراین اگر فرض محال تاریخ رو بی‌حرمت کنیم، به سطح آشغال بسپریم، فقط از کوروش شروع بکنیم، سال 2561 هست. پس چرا آقایان طرفدار خانواده پهلوی اعلام میکنن سال 2574؟ چرا 13 سال تقلب میکنن؟ چون محمد رضا شاه سال و از سال 2501 با پادشاه خودش اعلام میکنه. و حالا که محمد رضا شاه 13 سال پادشاه بود، 1320 شهریور، شهریور 1320، خب این تقلبه دیگه، یعنی گول زدن آدم داناست. خیلی خوب، نادان ممکنه بپذیره، ولی آقای توکلی نباید با من جدل بکنه. آقای توکلی اینا رو نمیدونه. آدم وقتی چیزی رو نمیدونه درش جهل داره، تعصب داره. به گفته دکتر صدیقی، تعصب در دانش خالی از تعقل است.
ایدولیشون بوده، تزش بود، سر هر واحد درسی اینو عنوان میکرد. تمام دانشمندان علوم اجتماعی ایران، یعنی چهار نسل عالمان اجتماعی ایران از شاگردان دکتر صدیقی بنیانگذار علم جامعه شناسی بودن. همون کسی که شاه بهش میگفت میرزای جامعه شناس، وزیر کشور مصدق، همون کسی که بنیانگذار علم جامعه شناسی کرد، همون کسی که مقدم الاساطیر ایرانه و شهبانوی پیشین ایران در کتابش می نویسه تا انقلاب نشد من اسم صدیقی را نمی دانستم. آقای سروی، این فاجعه نیست با ملکی پیشین ایران میتاج پادشاهی برسرش اسم بالاترین دانشمند کشور بلد نباشه ولی گوش خوب بشناسه، ولی در کتابش بنویسه شهریار قنبری مدل آواز منه، شان از نبوغ جمعیشونه در اون کتابه، من ننوشتم. اگر خودش نویسنده نیست خانم پیرنیا برش مینویسه، ولی گفته ایشونه. خب این فاجعه نیست برای مملکت؟ آقای سروی، آقای سروی نباید حقیقت رو به این مدت گفت؟ آقای سروی چرا آقای مینوی نگران هستند از این که من داستان کوروش رو یک تیکش رو فقط راجع به همین سال و داستان حملش به شوهر مادرش، شوهر عمه مادرش عنوان کردم، نبود که به نصف پادشاه بابل. چرا گفتم پدر بزرگش رو وقتی به گفته بسیاری مورخین تبعید میکنه به کرمان، به گفته بعضی نویسنده ها در قفس در کرمان نگه میداره؟ خب پدر بزرگش بوده دیگه، آرپاک پادشاه ماد، پدر بزرگش بوده دیگه، پسر عمش که نبوده، پسر خالش نبوده، پسر پدر بزرگش بوده، یعنی پدر ماندانا. همون داستان دروغین که هرودوت میسازه، میگه تا کی از شکمش روئید و سراسر آسیا رو گرفت و بچه ها رو قلقن کرد، بچه تو این یه نفر زنده موند، اونم دادش به چوپانش، میشه با عقل جور میاد؟ آخه چرا از حقیقت و تاریخ ما میترسیم؟ من چرا از امیر کبیر میگم؟ برای که رفسنجانی دوم برای امیر کبیر درست نکنند. شما 8 سال رادیو تلویزیون هیچ وقت از رفسنجانی نکات ضعفش و دزدی‌هاش و خیانتش به ایران نمیگه، همه چسب میدن به خامنه ای. آقا اگر قرار شد به نام امیر کبیر یه دزدی رو تبرئه بکنی، خب فردا دوباره امیر کبیر دیگه درست میکنن. آقای سوربی، امیر کبیر 8 نفر بهایی رو با سیخ داغ تو بازار میگردون، از 24 تا بهایی، 3 8 تا 24 تا، بله 8 تا سهم دربار بود، 8 تا سهم بازار بود، 8 تا سهم دولت. آقای امیر کبیر کسیه که اگر آقای امیر کبیر 300-400 نفر رو کشته، خودش آقای رفسنجانی در ادامه جنگ ایران عراق شریک سهیمه، آقای رفسنجانی در دوستی و بیت المال ملت ایران شریک سهیمه، میلیاردها پول. چرا میخواید تبرئه‌اش کنید؟ چه اصراری دارید مگر اینکه دستمون تو دستش باشه؟ آقای امیر کبیر وقتی که حسن خان سالار پسر آسکوت بوده، پسر عموی ناصرالدین شاه، علیه ناصرالدین شاه پیش از اینکه تاجگذاری کنه در خراسان اعلام استقلال میکنه به عنوان پادشاه، چرا امیر کبیر حساب السلطنه پسر عموی دیگر ناصرالدین شاه را به جنگش میفرسته؟ وقتی حسن خان سالار دوره جوان دستگیر میشه، شکست میخوره، با پسر 7 سالش و با برادرش به فجیع ترین شکل، این داستان ولیعهد روسیه که وسیله پتر پدرش اون به پسر 27 ساله 4 سال شکنجه شد، با سرب داغ، سرب گداخته به سر صورتش میریختن تا جون داد و با حضور خودش کفاش میکردن، چوب میزدن بهش، شلاق میزدن بهش، آب سرد میریختن سرش و دوباره سرب داغ تا این بچه جان داد. ولی عهد، ولی عهد. خب مگه ما مرض داریم همچه پادشاه رو بخوایم بر حکومت بنشونیم؟ آقای امیر کبیر اگر 300-400 نفر رو در اون داستان اعدام کرد، اگر حسن خان سالار پسر آصف الدوله رو با پسرش و برادرش به فجیع ترین شکل، فجیع ترین در تاریخ ما، بده، جنبه اخلاقی زیاد نداره. چرا؟ چون اون حضور مردانه رو از دستگیر شده ما میگیریم. من منظورم رو نمیدونم بینندگان شنوندگان به شما آیا متوجه میشید؟ آقای سوربی،
اگه امکان داره مقدار توضیح بیشتر بده، چون کلمه فجیع رو ما میدونیم ولی دور از اخلاقه. آها، اوکی، بله، یعنی اوکی. مثلا چهار تا سرباز مجرد رو میدارن به اون مرد شریف تجاوز جنسی بکنه. بله بله، فهمیدم. اینه فجیع ترین در اخلاق ما اینه. شما لطف علی خان رو میدونید چه بلایی بر سرش آوردن. لطف علی خان دو دستیش هم شیر میزد. وقتی به ناجوانمردی وزیرش دروازه قرآن باز شد و آقا محمد خان با لشکرش وارد شد، شبانگاه حمله کردن و باقر خان فرموده ارتش دست پاچه شد و ارتش فراهم کنه، ارتش شکست خورد. آقا لطف علی خان به کرمان رفت و لطف علی خان شکست خورد در کرمان، نتونست در آن واحد لشکر فراهم بکنه چون سپاهیان آقا محمد خان تعقیبش میکرد. وقتی دستگیر میشه شکنجهش میکنن فراهم. البته شاعر که نبوده، ولی شاعر این شعر رو براش گفته، چون دو دستی شمشیر میزد. بسیار شجاع بود، بسیار بیباک بود و بسیار خوش‌سیما. یارب سددی مرد به دست چومنی، دادی به مخنثی نه مردی نه زنی. چون آقا محمد خان در 4 سالگی مقتول، 7 سالگی مقتول نصف شده بود وسیله عادل شاه افشار. دادی به مخنثی نه مردی نه زنی، از جدش روزگار معلومم شد، پیش تو چو دفزنی چو شمشیر زنی. خیلی خوب، زشت‌ترین کار اخلاقی رو بر لطف علی خان آقای پادشاه تازه ایران بر سر این مرد آورد. سالار آصف الدوله یعنی حسن خان سالار بسیار بد شکلی شکنجه شد. پسرمون شاه هم بود وسیله آقای امیرکبیر. ما نهیم به نام امیرکبیر دوباره امیرکبیر بسازیم. منظور من اینه که ملت انتخاب اصلاح بکنه. آقای امیرکبیر پا تو کاسه ماست من نذاشته، پاشو تو چلو کباب من نذاشته. من سعدی رو باش کشتی که نگرفتم، یا داروش بزرگو، داروش بزرگ که پسر عمو، پسر عموی کوروشه، بنابراتش اون دوره تقریباً 4-5 نسل از هم فاصله دارن به لحاظ کشاوندی. ولی چرا وقتی از من بپرسن داروش بزرگو تا 62 سالگی تا 1 سال مونده به پایان حکومتش، یکی از بهترین حکومت مداران کره ارض میدونم، یعنی بهترین، نه یکی از بهترین، بهترین شماره یک در جهان در کره ارض، بالاترین و من داروش بزرگ میدونم. برای که عمل کردش درست بوده. چرا کوروش رو نمیدونم؟ من کوروش کار ندارم دست سیاسی در کار از بعد از جشن 2500 ساله. من کوروش از بعد از جشن 2500 ساله نمیشناسم. آقای سروی، کوروشی که من میشناسم پیش از اون داستانه، پیش از داستان آقای پیر نیاست. کوروش رو 2500 سال پیش من میشناسم. بلحظه به نوشته رومان گیشمن در کتاب لپرس، در کتاب کونتو گوبینو که باز به همین اسمه، در کتاب لپرس من میشناسم، یعنی پارس. من کوروش رو از نوشته گزنوفان میشناسم، کوروش رو از نوشته سیروپیدی میشناسم، یعنی تقریبا 100 سال بعد از کوروش که این کتاب نوشته شده. معمولا سندی درسته که به زمان حادثه نزدیکتره. آقای مینوی نباید ناراحت باشن. بعدم عنوان میکنه خیلی خوب کتابی که شما خوندید من که نمیتونم بخونم. آخه این شد استدلال؟ خیلی خوب، پس شنونده باش. اگر نشنیدی، اگر حتی معلمون تو و رضا پهلوی نشنیدند، دوریشن های آقای رضا پهلوی حتی نشنیدند، از زبان من بشنو. مگر تئوریسین آقای رضا پهلوی نبود در پاریس در کانال آندر مارو، من جفت آقای جمشید به نام آقای دکتر مهدی امانی به نگذار جمعیت سیناسی به آمار ایران میشسته بودم، ایشان پشت تلیبون گفت من ایران رو از دکتر جوان مسلمتی 34 ساله میشناسم، آخرین رئیس دانشگاه ملی ایران. این جمعه ایشونه. آقای یحیی قریب حتما شما آقای استوربی اسمشو شنیدید. اصلا میکنم اگر ممکنه تلفنو شکی بذارید که اکو نشه. خیلی استوربی میپیچه تو گوش من. بله بله بله. آقای قریب پسر عبدالعظیم قریب هست که دستور زبان فارسی رو که من و شما صحبت میکنیم و مینویسیم از روی نوشته سعدی برای ما تنظیم کرد.
و در دبستان و دبیرستان و دانشگاه و کتاب ها و نوشته ها بر اساس نظریه دستور زبان فارسی ایشان ما مطلب میگیم، مینویسیم و میخونیم و میشنویم، حتی آوازمون اگر خلاف دستور قواعدی دستور عبدالعظیم قریب باشه اون واژه دور از ذهن میشه و معنا نمیده. یعنی قریب پسر ایشان که به گمانم الان 100 سالی سن دارند، ایشون بیش از 1500 نفر بود در یک سالن در پاریس عنوان کرد. ای کاش با وجودی که من ادبیات نخوندم، تحصیلات من ادبیات نیست، او شور میهنی منه، شور میهن دوستی منه، عشق منه، آخه میهن دوستی اثار علائمی داره. شما تا از مرحله عالی ادبیات و تاریخ نگذرید، دم از تنظیم حکومت میتونید بزنید مطلقا. من آقای سوری اقلن 15 نویسنده را در پاریس کتاباشون کنترل کردم و ازشون را خواستم اسم من رو ننویسن، اما حتی تعلیق هم یک تشکر از زبان یک نفرش در بین من هرگز. البته من این توقع رو ندارم، همینطور که بیش از 2500 ایرانی رو در دنیا چون کمیسیاری های عالی پناهندگان سازمان ملل متحد امضا من قبول داره پناهندگی دادن، شما اعلام بکنید یک ماه یک سال در تلویزیونتون یک نفر پیدا بشود در این دنیا از بین ایرانیان اگر نصر احمدی از اونها حتی توقع تشکر داشته بیان اعلام بکنه. بنابراین جناب آقای سوری کار من فی سبیل خلقه. آقای یعقوب قریب که بهترین کتاب گلستان و بوستان سعدی رو تنظیم کرده، یعنی حتی بهتر از فروغی زکارمون که نخست وزیر رضا شاه و نخست وزیر محمد رضا شاه، اولین نخست وزیر محمد رضا شاه، همون که واسطه شد بین چرچیل و پادشاهی ایران و چرچیل پذیرفت که محمد رضا شاه پادشاه باشه، به کتاب آقای دکتر محمد قلی مجد، کتاب آقای دکتر حسن برقی، کتاب نیرنگ دو قرن نوشته آخرین وزیر مختار ایران در زمان رضا شاه و محمود طلوعی، بینندگان شنوندگان گرامی مراجعه کنند نسبت به این مطلبی که من تلویحا عنوان کردم برای پادشاهی محمد رضا شاه از سوی تایید چرچیل نخست وزیر انگلستان که 20 سال جلوترش سفیر بود در ایران آقای چرچیل، اونجا مراجعه کنند ببینن چطور محمد رضا شاه به پادشاهی نشست از سوی انگلستان. اینو من در پرانتز آوردم. آقای یحیی قریب در اون سالن، دکتر یحیی قریب در اون سالن عنوان کردن، اون موقع سن ایشون تقریبا 84-85 سال بود. گفتن آرزوی من این بوده است که زیر ورقه من اون دانشمند برجسته ادبیات که من در ادبیات فقط دستی دارم، ادبیات که نخوندم، آقای دکتر نصر احمدی جوان الزام میکرد. ای کاش این جمله یحیی قریبه. آقای سوری من هیچ وقت ادعایی نداشتم، اولین بار دارم میگم، و چون آقای مینویی گفتند که آقای دکتر احمدی گفته است من بهترین ادیب هستم، نه، ادیب آن است که شعر بگوید اول، من که شعر بلد نیستم بگم، اما من شعر میشناسم از هر دیوانی، از 300 شاعر پیش از سعدی و از همه شعران بعد از سعدی تا شعر نو، حتی شعر نو رو خوب میدونم، به راحتی مسلطم، میدونم از هر دیوانی 10 بیت بلدم. گلستان و بوستان سعدی رو من یک سوم به راحتی میدونم، شاهنامه فردوسی رو حداقل یک سومش مسلط هستم و همه داستانهاشو میدونم، سراسر داستانهاش شاهنامه رو سراسرشو، چون با این کار بزرگ شدم، از اونجا من رسیدم به تاریخ و بعد سیاست و قانون، وگرنه اگر فقط قانون میخوندم حقوق خود مثل این وکلای دعاوی که شما میبینید در دوره مثل این قضاعت که میبینید جز دانش خودشون هیچ دانش دیگری نمیدونم. چرا من احاطه دارم به بعضی دانش اجتماعی برای جور رنجی که کشیدم؟ نباید آقای مینویی نگران و ناراحت این باشند که من گفتم نادرشاه افشار وسیله پسر برادرش عادلشاه کشته شد. میگه چرا عادلشاه؟ گفتم خب من نمیتونستم بالای سر زاهر نبودم بالای سر مادرش که اسمشو بذارم ظالم شاه. خود مادر ظالمترین عنصر تاریخ ایرانه در سیاست، ظالمترین عنصر ایرانی بعد از حتی از شاه عباس جلوتر، از شاه عباسی که مجلس دستشون رو به سواد ایران لقب کبیر بهش داد. آقای سروی
آقای نادر افشار ظالمتر و ستمگرتره. اگر یک کسی او را کشته آفرین بر او، آفرین بر عادل شاه. آقای مینوی نباید ناراحت باشن که من چرا اسمش میگم عادل شاه. خب اسمش بوده عادل شاه، من که نمیتونستم براش اسم ظالم شاه بذارم. جناب آقای سرمی، عادل شاه خب اسمش، اسم کوچکش علی کوهی خان بوده، ولی بعد که میاد ادعای پادشاهی میکنه و تقسیم میکنه ثروت بادآورده نادر افشاره، به نام عادل شاه ملقب میشه. همین آدم آقا محمد خان قاجار رو در 7 سالگی مقتول نسل میکنه، این به کمک دو نفر دیگه، محمد صالح خان و محمد قلی خان، اینا نادر رو میکشن با تبرزین شبانه در چادرش. البته کل تاریخ محمد رضا شاه، یعنی ورخ دربار محمد رضا شاه که آدم بسیار دانشمند و فاضلی بوده، نمیدونم در زندگانی هستند یا نه، دو برادر دانشمند بودند، یکی دکتر بهادین پازرگاد و دیگری دکتر علاءالدین پازرگاد، هر دو برادر دانشمند، یکی مورخ دیگری سیاست مدار. مورخ دربار محمد رضا شاه می نویسه که محمد قلی خان و محمد صالح خان بودن همراه بودند با همراهی عادل شاه افشار. خیلی خوب، ما واقعیت های تاریخی رو که نباید ازش بحراسیم و وقتی نمیدونیم باز شنونده باشیم. من معتقدم به این نتیجه رسیدم آقای سروی، وقتی آمدم دوز پارلمانی رو ارائه دادم، کوشش در تخریب شخصیت من شد، چون این یک تز جامعه شناسی ثابت شده است. اگر کسانی حریف اندیشه اون آدمی باشند که اندیشه رو میاره و حریفش نیستند، میان تخریب شخصیت میکنن و شخصیت رو به هر طریق میخواد بیارن پایین، یا براش داستان درست میکنن یا براش جدل بیرودی میکنن. البته من حد میدارم آقای مینوی از این قاعده مستثناست، شاید اخلاق خصوصیش اینجوره، چون میدونم آدم سادهیه، چون میدونم آدم فروتن و افتاده هست، اینو من میدونم، به یقین اونو میدونم. اما چرا اصرار داره که اندیشه من به نوعی زایم بشه؟ من یک گمان بیشتر رو دارم، چون از ایشون خودم شنیدم، در رادیو تلویزیون خودم شنیدم، گفت که همه ملت ایران، خب این حرف غیر منطقیه، شاهزاده رضا پهلوی رو قبول دارن ولی دکتر نصر احمدی ایشون رو قبول نداره. اولا همه ملت ایران به گمانم ایشون رو قبول نداره، من هم قبول ندارم. برعکسه، اگر قبول می‌داشتن ایشون 50 بار اعلام تظاهرات کرده، 100 نفر جان میشد به سود ایشون تظاهرات میکرد. ایشون الان بیاد در میدان اعلام کنه ملت بیاید تظاهرات بکنید، اگر کسی آمد نشه. ایشون ماهیتش در این 36 سال رو شده. آقای سروی، ما در 36 سال کسانی رو که باشون مرتبط هستیم به نوعی، حالا من نمیگم مخشور و پیوسته، نه جذب گریختی میشنویم و هنوز نشناسیم، خدای ناکرده مشکل در عقل و تمیز قوه عقلی داریم. ما ملت زرنگ و هوشیاری هستیم، ما بسیار بلنده هستیم و گاهی اوقات از هوشیاری و زرنگی زیادی عقب میفتیم. ما نباید برای بالا بردن یک نفر دیگری رو بکوبیم، مگر نه خود قرآنم داره، سیئات مقربین حسنات الابرار، برعکس با پوزش حسنات مقربین سیئات الابرار، و فردوسی هم از اون نهان گرفته زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندر آرند پیش. این چه الهام از قرآنه؟ ما نباید آزادگان بکوبیم برای نفع شخصی نزدیکانمون، ما این کار خیلی خلاف اخلاقه. چرا آقای سوری؟ نه سوالی پرسم آقای سوری، جواب منو خواهش میکنم بدیم. چرا 36 سال رهبران سیاسی، بینشتران سیاسی، آلمان اجتماعی، بلندگوها، رادیوها، تلویزیونها، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، چرا نگشتن یک نفر رو پیدا بکنن که اصلا پاد داره؟ آقای
خواهش رو جواب منو بدید. چرا نگشتن یک نفر رو پیدا کنه که دنگ شهر از دیگران در این زمین بالاتره؟ چرا یک نفر رو پیدا نکردن که اصلا پاستره؟ چرا یک نفر رو پیدا نکردن که فضل روشنی داره و ملت بازی نمیده و نفعی نمیخواد؟ چرا آقای سرگوی جواب منو بگید شما؟ والا نمیدونم، ولی اجازه بدین چون شما درباره آقای مینویی صحبت کردید من بگم که من هم با شما موافقم از اینکه ایشون خیلی آزادمنش و آدم افتاده‌ای هست و خود ایشون تو برنامه‌هاشون اقرار کردن که بیننده‌هایی که طرفدار پادشاهی هستن اونها هستن که به ایشون فشار میارن که چرا آقای دکتر نصر احمدی رو بهش اجازه میدید، میکروفون میدید، وقت میدید که بیاد تاریخ ما رو خراب کنه. ضمن این که خود آقای مینویی میگه البته ما میدونیم تاریخ یه مقداریش غلطه. من اون موقع است که تعجب میکنم که آقای مینویی چرا به اونها نمیگه آقا ایشون که داره درست میگه، شماها هر کدومتون واقعا فکر میکنید چیزی رو آقای نصر احمدی غلط میگه بیاین جلو مهمون من، همینجوری که ایشون میاد عکسشو میذاریم، شماره تلفنشو میذاریم، شما هم بیاین بگید نخ کوروش پدر بزرگشو در قفس ننداخته، کوروش شوهر عمش رو این بلا سرش نیاورده، و اون وقت مردم دیگه میرن تحقیق میکنن و اصل ماجرا رو میفهمن. من ساکت میشم ولی نمیدونم چرا ژورنالیست‌ها، روزنامه‌نگارا نرفتن کسی رو پیدا کنن، چون اصلا توی سیستم ایرانی اینجوری نبوده که کسی که شایسته ترین هست بیاد نماینده بشه یا پادشاه بشه. نه من قصدی جناب سروی خدای متکرم تصور پیش نیاد در ازهان که من قصدی دارم برای صفت دومی که عنوان کردید نماینده ممکنه، اما پادشاهی که عنوان کردید لا محاله بازم سه بار عنوان میکنم. اینو شما ثبت بکنید، ضبط بکنید. هرگز من قصدی برای این کار نداشتم و ندارم. اگر آقای رضا پهلوی شجاعت کامل نداره گناه من نیست و بارها و بارها بهش گفتن، اون چون خودش قصدی برای پادشاهی نداره مطلقا به لحاظ شناختی که من دارم. البته ممکنه دیگری از دو دستی براتش داشته باشه در اصطلاح فرهنگ ایرانی، اما من چون پیوسته بودم، مقتدر بودم، میشناسم ساختار روحی، روانی، خصوصی، دانش، بینش، رفتار این آدمو. البته و اصلا آمادگی این کارو مطلقا نداشته و نداره. ملت چرا خودشو بازی میده و چرا خودشو گول میزنه؟ البته اینطور نیست اصلا. بعد از اونجایی نصر احمدی قصدی برای این کار نداره. چرا؟ اگر روزی روزگاری اعلام میکنم، بارها گفتم، صد بار گفتم، الانم میگم، اگر روز روزگاری پارلمان آینده ایران نصر احمدی را برای خدمت گذاری به مردم پروان دولت خواست، سمعن و طاعن با کمال میل و تیر خاطر. من رفتم درس خوندم برای زحمت و برای کار کردن برای مردم میهنم. تا اون موقع که موقعیتم دارم، یعنی پست دولت کار میکنم من و یارانم، هر موقع پارلمان خطایی دید یا نه با سلیخش جور نیومد، نه اینکه خطا دید، چون من اهل خطا نیستم آقای سوری. اگر پارلمان مطابق میلش نبودم، خیلی خوب میگه آقای نصر احمدی به سلامت، منم میرم پی زندگی شخصی خودم دوباره. آقای سوری، من 34 سال خارج از کشور هستم، پست دولتی نخواستم، یعنی آزاد زندگی کردم برای هدف آینده ملی میهنم، بنابراین در طبق اخلاصم. 36 سال از کسی پولی نخواستم، از دستگاهی، هرگز، از کشوری، هرگز و هرگز. در یک نشست سیاسی من حضور پیدا نکردم. من حیرانم از آقای مینویی با همه تواضع و فروتنیشون، با همه مهربانیهاشون، چرا عنوان میکنن آقای نصر احمدی؟ میگویند شما در هر جلسه رفتید اون رو به هم میزنید. مگر نصر احمدی محمدعلی شرخره؟ نصر احمدی به عمرش به ایشون گفتم آقای مینویی در یک نشست سیاسی 35 سالی خارج از کشور، دو سال اول اپوزیسیون درست نشد، 34-35 سالی که درست شده، نصر احمدی در یک جلسه سیاسی هرگز حضور ظهور پیدا نکرده. پس چرا به گفته شاعر میگه معشوق چون نگاه زرخ در نیمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کند؟ من وقتی خودم رو اعلام میکنم که آقا من در یه نشست سیاسی نبودم، نیستم، تا حالا نرفتم، پس چرا برای من داستان درست میکنید؟
این است که اولا روزنامه‌نگار مصاحبه‌گر باید بداند با چه کسی مصاحبه میکنه، یعنی اونو بشناسه. اگر نشناسه و داوری کنه ظالمه، گناهکاره. من نمیگم دانشش به حد مصاحبه شونده باشه، خب وگرنه خب روزنامه نگار میاد جای اون دانشمند. پرسش پاسخ، پرسش معمولا یک جمله است ولی پاسخ دورتر. همیشه یک شاگرد از معلم میپرسه آیا خدا هست؟ این بیچاره معلم باید 15 ماه توضیح بده تا خدا رو ثابت کنه و 15 ماه توضیح بده تا خدا رو رد بکنه. اگر یه دانش آموزی گفت آه خدا هست، این است که محلی برای پاسخ باید همیشه باشه. و ما در کار روزنامه، آقای سروی، خیلی واحد درسی من به عنوان مس میدیا یا برادکستینگ اصطلاح امریکاییش که رادیو تلویزیون ها بیشتر امریکا هستن نه در اروپا، و همه داده ها رو بر اساس اخلاق امریکایی ارزیابی میکنیم. این برادکستینگ، من بسیاری واحد درسی راجع به برادکستینگ خوندم، مصاحبه و مصاحبه کننده، مصاحبه شونده، پرسشگر، پاسخگو، نحوه کار، ارتباطات. روزنامه نگار پرسش کننده باید بی‌طرف باشه، کاملا آگاهی نسبی در زمینه پرسش داشته باشه و بعد نیازهای فکری و روحی جامعه را بدونه با مصاحبه شونده‌اش مطرح بکنه. یعنی دو وظیفه خبرنگار داره، روزنامه نگار داره. اولا کار ندارم به پیشینه آقای مینوی که قبلا چه بوده، اما در حال حاضر کار خبرنگاری میکنه، به نوعی کار خبرنگاری دیگه. مصاحبه کنندگی یعنی خبرنگاری، در سلسله کار خبرنگاری و روزنامه نگاری جای داره. یک، باید خبر آنچنان که هست بدون تفسیر به آقای جامعه برسونه. دو، اندیشه بینشوران جامعه را به آگاهی ملت برسون. این دو وظیفه عمده یک خبرنگار. ولی وقتی به نوعی شخصیت پرسشونده رو از خودش داستان بسازه و به زیر سوال ببره، میگویند شما پرخاشگر، میگویند شما خشمگین هستید، میگویند شما در هر جلسه رو به هم میزنید، ولی خب یک نصر عمدی ذهنی از خودتون نسازید. نصر عمدی رو آنچنان که هست بشناسید. این است که جهتگیری میشه جناب سروی. و من گمانم بر اینه، با این آوردن کسی به سود دیگر کسی برای بالا بردنش. اما اگر اون بالا رونده خودش ماهیت و جوهر کار نداشته باشه، دنیا هم کمکش بکنه عاقبت چیزی نخواهد شد. فرمانده لشکر شاستان حسین شجاع‌ترین آدم بود، مخصوصا شاستان حسین چشماشو داره بود کشتش، نخست وزیرش برکنار کرد، نخست وزیر آقا با دانشمند شد. بعد آقای محمود غلجایی که به غلط مورخین میگن محمود کابولی، که اون موقع افغانستان ایران یک کشور بود، آمد گفت آقای شاستان حسین شما فقط مذهب شیعه را به دامن میزنید، همه بدی و جنیتون شیعی هستن، ما هم که ایرانی هستیم، ما سنی هستیم، چرا ما نه؟ آمد اعلان جنگ داد، آمد کته به کته کته به کته از کابل شروع کرد، یعنی غلجایی، دایفه غلجایی 40-50 کیلومتری شمال کابل، ایشون از اون ایل بلند شد، آمد آرام آرام تا اصفهان و پایتخت. و شاستان حسین گفت که پایتخت کافیه، و بعد گفتن آقا داره میرسه به دربار، خود دربار کافیه. وقتی آمد وارد کاخ شد، خودش رفت تاج به سر آقای محمود غلجایی گذاشت که به غلط تاریخ می‌نویسه محمود کابولی، و گفت خداوند خواست تا الان ما پادشاه باشیم، از این ساعت خواست خداست که شما پادشاه باشید. درختی که بنمایش سسته، شما هر چقدر با نظر مهربانی بهش نگاه کنید، نخیر، درخت بیبر بر نمیدهد. بسیار ممنونم آقای احمدی، نصر احمدی. وقت ما به پایان رسید و اجازه بدید من، چون ماجرای مشابه برای خود من پیدا شده بود که گویا آقای دکتر پارسا بناب به آقای حسیبی گفته بودند که سربی وقتی میاد در کانون دوستداران فرهنگ ایران در ویرجینیا، افراد کانون متشنج میشن، یا اینجا بهش میگن بله. من به آقای حسیبی گفتم خب شما
جواب نداشتید برای آقای دکتر پارسا بناب که بگید که به این کانون باید چند تا نقطه که از وجود یک نفر مثل سوربی اینها متشنج میشه و استرس پیدا میکنن. خندید گفت نه. و اتفاقا دوشنبه دو روز پیش آقای دکتر محمد اقتداری منو دعوت کرد که برم اونجا چون سخنرانی داشت. گفتم که من خجالت میکشم به وجود کانون دوستداران فرهنگ ایران در ویرجینیا که بعد از 30 سال اون هم استادشون آقای دکتر یونس پارسا بناب یه همچین حرفی رو زده. و شعر معروفی داریم در رابطه با اگر دولت و اینها این هست بهش باید چند تا نقطه، اون رو برای ایشون گفتم. در صورت من از شما ممنونم و باز هم به آقای پرویز مینویی پیشنهاد میکنم که اگر تحت فشار دوستان طرفدار پادشاهی که اونها حقیقتا منصف هستن، میشه فقط بگیم شاه اللهی ها و حزب اللهی ها هستن که ارتجاعی هستن و متعصب، اگر ایشون تحت فشار اونهاست میتونن خیلی مؤدبانه به شما بگن که من تحت فشارم و دیگه نمیتونم این کار رو انجام بدم، به جای اینکه بیان و به شما بگن که بیا تاریخ رو قلب کن و دروغ بگو و چیز کن، که این چند نفر که احتمالاً ممکنه برنامه ها رو سپورت میکنن خوشحال باشن. من به نوبه خودم از شما ممنونم که به این شجاعت و شهامت از امیر کبیر انتقاد میکنید، از کوروش انتقاد میکنید، از پادشاهان انتقاد میکنید. و افرادی مثل شما اگر داشتیم در ایران، ایران به این روز نمیافتاد. آقای سوربی پایان برنامه است، من میدونم باید سر ساعت کامپیوتری قطع بشه، اگر یه دقیقه هم اینارو بر بشه، چون خود شما مدیر اونجا هستید و دستی دارید در ساعت برنامه، میتونید یه دقیقه هم اضافه بدید. من سوال دارم، کاپیتولاسیون یک قرارداد ننگینه، در 1828 تحمیل شد چون عباس میرزا شکست خورده بود در جنگ، آدم شکست خورده در جنگ، همه چیزش ما رو دشمنه، ببینید سه قدرت نیرومند کره ارض انگلستان، فرانسه و روسیه، روسیه ظاهرا در جنگ بود اما اون دوتا همداستان بودن با روسیه، به ویژه در قرارداد تیلیسیت، بزرگترین امپراتور کره ارض از 1000 سال به این طرف ناپلئون بناپارت بوده تا الان. ایشون وقتی شریک انگلستان و روسیه میشه، خب بنابراین ایرانی که با تفنگ به انبر میجنگه و عباس میرزای رشید دیباد دلاور مدیر مدبر و بنیادگذار مدرنیته ایران، اولین کسی که دانشجو میفرسته به خارج و به خلاف تاریخ میگن رضا شاه، فکر کنم یه نصر احمد باید پیدا بشه بگه آقای عباس میرزا بنوشته، خود مورخ محمد رضا شاه آقای بهادین بازرگاد بنوشته، حتی اون و 50 تا کتاب دیگه که من معرفی میکنم و در دانشکده حقوق و دانشکده علوم اسلامی دانشگاه تهران تدریس میشده، عباس میرزا دانشجو فرستاده خارج، کاپیتولاسیون رو تحمیل کردن، خیلی خوب در جنگ شکست خورده بود، البته در جنگ دوم عباس میرزا برنده شد چون شبیخون زده بود بار اول روسیه به لشکریان ایران، ولی عباس میرزا با رشادت بی‌نظیری 6 تا شهر رو که از دست رفته بود پس گرفت، اما خب تفنگ نداشت، فشنگ نداشت، پدر عیاش زنبارش هم مشغول زنبارگی بود، براش پول نمی‌فرستاد، حتی لباس سرباز، غذای سرباز نمی‌فرستاد و عباس میرزا گریه می‌کرد که پدر به دادم برس، آذوقه بفرست تا من روسیه رو بزنم، ولی خب نشد. گریه‌هاشو اولین دومین سفیر فرانسه نوشته و من یک روز حتما برای هم میهنانم میخونم. بنابراین وقتی نصر احدی خان خوب کاپیتولاسیون بده، چرا کاپیتولاسیون محمد رضا شاه خوبه اسمشو نمیگن؟ چون اجازه نمیدادن روزنامه ها بنویسن. آقای احمدی، 1343 کاپیتولاسیون وسیله منصور راه به مجلس، چرا؟ آقای احمدی، تازگی ها خانمی به نام نزهت یحیی‌زاده یا یحیی پناه شروع کرده گفته های آقای به اسم خودشون استاد مهدی شمشیری رو پخش میکنن، میگن ما اصلا کاپیتولاسیون نداشتیم و مخالفین شاه این دروغ رو شایع کردن. اگه خواستید من براتون اون رو میفرستم نگاه کنید و در برنامه‌های آینده دربارش صحبت کنید که اینها دروغگویی و بی‌حیایی رو تا به چه حد رسوندن که حاضرن همه چیز رو عوض کنن که یه شخص ترسو و مرده رو ازش قهرمان بسازن. بازم از شما ممنون. آقای سوربی مراجعه کنم به کتاب دکتر احمد سمیعی وزیر خود محمد رضا شاه،
در بخش حسن علی منصور به اونجا مراجعه کنن، دی ماه 1343 به لوایح مجلس مراجعه کنن، آرشیو مجلس شورای ملی ایران کافیه. اگرچه 14392 نسخه مذاکرات رو یک وزیری دزدید آورد تعرض سیاهی داد از مجلس ایران، من که خودم متخصص پارلمان و قانونگذاری هستم، برای مرد دانا که نگیرد فروغ بذارید آقای شاه. حالا این استادی رو کجا به اون آقا دادن نمیدونم، کدوم دانشگاه داده من که بیخبرم، اما واقعا این آدم که آدم فروتن و متواضعیه، اما نباید دروغ و پذیرا باشه. من حیرانم. من میگویم کاپیتولاسیون وقتی در زمان شکست عباس میرزا بعد بوده، چون تحمیل شده به ما و ننگه با وجود که یک ارتش شکست خورده که حتی رهبر مذهبیون میره به پیشواز پاسکیویچ در تبریز و اون خوب قرارداد رو به زور میپذیرن، سه کشور قدرتمند کره ارض به ویژه یه مردی مثل ناپلئون که بزرگترین امپراتور کره ارضه، همداستان با روسیه و فرانسه انگلستان هست، با اون قرارداد به ایران تحمیل میشه و به فرانسه هم نوشته میشه، چون قراردادها در دنیا همیشه به فرانسه نوشته میشده تا 40 سال پیش در جهان. اگر اون کاپیتولاسیون ننگه، چرا کاپیتولاسیون محمد رضا شاه دوره اطلاعی منصور ننگ نیست؟ این سوال منه. بنابراین من علاقه مندی من به تاریخ آقای سربی از ادعا هست، البته عشقه، چون عشق درجه بندی درش نیست، کیفیته. عشق من به تاریخ ایران از سر زمین تا به سریا تا به عرش اعلی تا بی نهایت دید آسمانی. اگر کسانی میگویند من دشمنی با تاریخ میکنم، خیر، بدیهای تاریخ رو میگم، نکات ضعفش رو میگم، نکات قوی رو هم میگم. من چرا داریوش رو گفتم مقایسه با کوروش نمی کنم؟ چون داریوش 1000 سرگردن بالاتره، 1000 سرگردن. کوروش فقط یه استراتژیست بود، کوروش فقط یه جهانگیر بود، نه جهاندار. کوروش 0.5% جهانداری نداشته، 0.5%، مثل نادر افشار بود. اما داریوش نه. بسیار ممنونم آقای احمدی، باید بریم. داریوش الان میگیرن. آقای سوری جانم، بینظر شنونده تلفنی از من خواسته بود که راکب الیت آقای الف پ از ایران اتریش، بله بله، سه تا سوال کرده بود. من از ایشون عذرخواهی میکنم که فرصت پاسخ داده نشد، حتما در گفتار آینده بویژه راجب الیت در هر برنامه یک سوالشون رو مطرح میکنم و پاسخ میدم. اما من به قانون اساسی نرسیدم. آرزوی شادی برای همه هممیهنانم در هر نقطه دنیا با یک هدف روشن، یک ساختار حکومتی انسانی اخلاقی و میهنی دارم و بهترین نظام در جهان. هر اندیشمندی، هر درس خوانده‌ای در دنیا میدونه بهترین نظام پارلمانی هست. اگر آینده ایران مؤسسان پادشاه پارلمانی کرد، من حتما به تبع اون نظام به اون پادشاه حتما میگویم اعلیحضرت. اگر هم مؤسسان یکم جمهوری پارلمانی کرد، بیگمان به اون آقای رئیس جمهور خواهد گفت جناب آقای رئیس جمهور. به گمانم حرفی از این منصفانه‌تر و بی‌طرفانه‌تر و انسانی‌تر و اخلاقی‌تر نیست. ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. سپاسگزارم، شاد باشید. مرسی. دوستان عزیز، با آقای دکتر نصر احمدی بودیم از کالیفرنیا. شماره تلفن مستقیم ایشون هست 818-201-5779 و اگر اشتباه نکنم اصلا مخالفت خمینی با شاه قبل از انقلاب سفید که رای، حق رای به زنها داده بود و خمینی گفت این کار به اصطلاح برخلاف اسلام هست و تو پادشاه کشور اسلامی هستی، فکر کنم از ماجرای کپیتولاسیون شروع شد و خمینی که اون موقع جوان هم بود شروع کرد و به مردم گفت که مگر اینها چیزی از ما زیادتر دارن که ما باید به اینها حق وحش بدیم و حق توحش بدیم و حتی اینها اگه بیان به زن و دختر ما هم تجاوز کنن، ما نمیتونیم اونها رو محاکمه کنیم. خانم نزهت یحیی‌زاده، هر وقت آقای مهدی شمشیری جرأت کرد که بیاد با دیگران مصاحبه کنه، من برنامه در اختیارش میذارم و تا روزی که ایشون هم مثل آخوندها فقط بر منبری میره که افرادی مثل شما پای منبرش بنشینند و گریه کنند و امیدوار باشند امام زمانی از چاه بیرون بیاد، همون ماجرای امام زمان و پادشاه شما و این ماجرا هست. دوستان عزیز، اگر قسمت اول این برنامه رو ندیدید، حالا بگذاریم که تا یکی دو ساعت دیگه روی بایگانی صفحه
تلویزیون مردم میتونید برنامه ها رو ببینید. مصاحبه جالبی داشتیم با آقای دکتر کاظم افشارها از کانادا. من هر وقت با ایشون صحبت میکنم میبینید حتی الان اسم ایشون آوردم فوری حالم عوض شد و لبخند و اصلا زندگی رو راحت ایشون میبینه و دیدید که چه زیبا گفت وقتی که آدم به یه چیزی باور داره از هیچ کسی نمیترسه. من میتونم بگم این رو در آقای احمد علی مسعود انصاری هم دیدم اینو. این آقا از هیچ کس خوف و واهمه‌ای نداره. برنامه ها رو دنبال کنید، به دیگران تلویزیون مردم رو معرفی کنید و اگر وضعیت مالی امکانات مالیتون بهتون اجازه میده تلویزیون مردم رو حمایت کنید. از اینکه با ما بودید بسیار ممنون و متشکر و خبر خوب این که 46 دقیقه یا 47 دقیقه هم براتون ویدیوهای جالبی با کمک بهروز تهیه دیدیم. تهیه که ندیدیم دیگه، حالا کلک میزنیم، جمع‌آوری کردیم. بله کلمه درستش جمع‌آوری کردیم، جمع‌آوری کردیم. اونها رو هم لذت ببرید. ساعت 6 و نیم آقای پرویز مینویی برنامه خواهند داشت و اگر درباره دوستانی که اینجا برنامه دارن یا ما باشون مصاحبه میکنیم پرسشی دارید یا نظری دارید، مستقیما اول با خودشون تماس بگیرید. اگر این دوستان مشکل هست دسترسی بهشون، تلویزیون مردم تمام درها رو باز گذاشته. میتونید با تلفن، دو تا تلفن زنگ بزنید، پیام بذارید، میتونید ایمیل بفرستید، میتونید روی فیسبوک باشید، میتونید روی توییتر باشید. تنها دلیل به اصطلاح عذری که شما میتونید داشته باشید و موجه باشه تنبلی هست. من از دوستانی که صدای ما رو از یوستریم میشنون همینجا خداحافظی میکنم و امیدوارم بتونیم به زودی این برنامه رو از اونجا هم به صورت ویدیو و آدیو پخش کنیم. الان فقط ویدیو آدیو هست. ضمناً در فاصله برنامه وقتی که با آقای بهمن صحبت کردم، بعدش یکی از دوستان گفت هم وبسایت رایستان.org هم وبسایت رایستان.com کار میکنه و کتاب‌های آقای انصار، آقای دکتر نصر احمدی رو میتونید از اونجا بخونید یا اگر وارد هستید و میخواین سیو کنید، دانلود کنید روی کامپیوترتون. حدود 161 صفحه است ولی حجم بسیار کمی داره. اگر هم مایل بودید و نتونستید اون کار رو انجام بدید، برای من یه ایمیل بفرستید، من براتون اون کتاب رو ارسال میکنم. خب پس اجازه بدید فعلا از دوستان در یو استریم خداحافظی کنیم. با امید دیدار، خدا نگهدار. حالا بیایم از شما دوستان بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. این ویدیو رو تا یک دقیقه دیگه میتونید ببینید، نه این ویدیو، اون ویدیوهای جالب.